من آذر پویا هستم از طرف تشکیلات حزب کمونیست کارگری ایران که برگزار کننده این مراسم هست و از طرف خودم به همه شما خوش آمد میگم. 10 اکتبر روز جهانی علیه اعدام رو پشت سر گذاشتیم. این روز بهانه میشه تا هر ساله فعالینی که توی این زمینه فعالیت میکنن، مبارزه میکنن برای رفع حکم اعدام و تمام مردم آزادی خواه که در این راه مبارزه میکنن فعالتر بشن، تلاششون رو چندین برابر بکنن و به یمن همین تلاش ها و همین فعالیت های بین المللی تا الان از 10 سال پیش که این روز به عنوان روز جهانی علیه اعدام اعلام شده در 7 کشور دیگه دنیا هم حکم اعدام لغو شده. ما در اینجا مهمان عزیزی داریم، مینا احدی، اسم بسیار آشنا و چهره بسیار محبوبی هست، احتیاج به معرفی نداره. حالا بجز مایی که به هر حال مینای عزیز رو چندین سال هست میشناسیم از دور و نزدیک، مینا چهره بسیار آشنایی است در توی تمام مجامع بین المللی، در اتحادیه اروپا و به جرات میتونم بگم در خیلی از کشورهای دنیا، در زندانهای ایران، در بین خانواده‌های زندانیان سیاسی، زندانیانی که زیر اعدام هستند و همه اینها مینا رو میشناسن و به خوبی و به نیکی ازش یاد میبرن. من زیاد درباره مینا صحبت نمی کنم. مینا خاطرات بسیار زیاد و خاطرات تلخ و شیرین، تجربیات بسیار با ارزش و تلاش های بسیار زیادی در این راه کرده و از خودش دعوت میکنم که بیاد اینجا از زبان خودش، از خاطراتش و از تجربیاتش برامون صحبت بکنه. تلفناتون هم خاموش بکنین، من فراموش کردم. اونو متاسفانه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. بهشون تذکر دادیم که صدا رو کمتر بکنن. فقط لطف کنین تلفنا رو خاموش کنین و از رفت آمد در سالن هم در حد امکان خودداری کنین. خیلی ممنون از این که وقتتون رو گذاشتین و اومدین امروز تو این جلسه. معمولا در مورد اعدام یا علیه اعدام خب خیلی من سخنرانی کردم، خیلی جاهای مختلف رفتم، ملاقاتهای مختلفی رو انجام دادم و به نوعی میتونم بگم که سالهای سال هست که زندگی من عجین هست با مبارزه علیه اعدام. امروز بیشتر از دوستان خودم در استکهلم از رفقای حزبی خودم خواهش کردم که یه برنامه رو اینجا سازمان بدن و بعد از این هم میرم در شهر یوتوگوری سخنرانی میکنم. هدف من امروز بیشتر صحبت کردن از تجربیات یک کسی هست که روزانه با این مسئله درگیر هست و فکر کردم که خوبه مردم ایران حتی از طریق همین تلویزیون یا مثلا دوربینی که داره ضبط میکنه و تو جمع شما راجع به تجربیاتی صحبت کنم، راجع به خاطراتی صحبت بکنم، راجع به تلاش‌ها، دردها، غم‌ها، گریه‌ها و حرف‌هایی که شنیدم و توی رسانه‌ها یا مصاحبه‌هایی هم که به مناسبت همین امروز برنامه امروز انجام دادم گفتم که میخوام حرفایی که تو دلم هست، حرفایی که تو ذهنم هست، خاطراتی که باش روزانه به اصطلاح مواجه هستم اونو با شماها سهیم بشم. بنابراین این جلسه امروز جلسه عادی نیست. من نمیخوام خیلی به اصطلاح فوکوس کنم در مورد اینکه اعدام چی هست، تأثیراتش چیه، نمیدونم چرا دولت ها اعدام میکنن،
و آیا اعدام پاسخ به یه مسئله هست؟ آیا مشکلی رو تونسته حل کنه؟ چرا اصلا در طول تاریخ دولت ها به اعدام دست دادن؟ کمتر میخوام در مورد این صحبت کنم. میخوام بیشتر امروز راجع به این حرف بزنم که اعدام چه تأثیری داره برای خود کسی که تو سلول مرگ هست، لحظات زندگی این آدم ها چطوری سپری میشه، خونواده هاشون چطوری درگیر میشن با این پدیده، و جامعه ایران بعد از 33 سال جنایات جمهوری اسلامی و اتفاقاتی که افتاده و عکسایی که تازه یک بخش یک هزارم اونایی که اعدام شدن رو الان تو این اتاق میبینید و همه احساس خفگی به ما دست میده، میخوام راجع به این حرف بزنم که این جامعه یعنی ایران بعد از 33 سال چی کشید، چه اتفاقاتی افتاد، لحظات مختلف مسئله به چه صورت بود، و این جامعه و این ایران و میلیون ها بشری که در اونجا زندگی میکنن چه درس هایی باید بیاموزن از کل این پدیده، و چطوری این جامعه باید فراتر بره از این مسئله. میخوام اینجا راجع به لحظاتی صحبت بکنم که به نظر من مهمه، و همه ما طبعا تو دنیا داریم زندگی میکنیم و روزانه درگیر کارها، وظایف، بچه، کار، مدرسه، شغل و غیره هستیم، ولی به نظر من 10 اکتبر روزی هست که همه ما انسانها موظفیم یک بار دیگه برگردیم و نگاه کنیم به این زخم و به این درد توی جامعه خودمون. بعضیا میتونن تظاهرات برن، بعضیا میتونن اعتراض کنن، بعضیا میتونن نامه اعتراضی بنویسن، ولی همه ما میتونیم یه بار برگردیم به دنیایی که توش اعدام وجود داره و از نزدیک باهاش یه ذره رابطه برقرار کنیم و بعد تصمیم بگیریم ببینیم چی میشه کرد. 10 اکتبر روز جهانی علیه اعدامه. این روز رو اول تعریف کنم که چطوری درست شده. در سال 2001 60 سازمان یا ائتلاف علیه اعدام با همدیگه یک فراخوان دادن و یک کنگره جهانی علیه اعدام فراخوان دادن. من وقتی تو خونه خودم تو اینترنت اونو نگاه کردم حسودیم شد، گفتم 60 تا سازمان با هم فراخوان یه دونه جلسه رو دادن، از ما و از من دعوت نکردن که بریم اونجا بگیم تو ایران چه خبره. برای همین فوری باشون تماس گرفتم و گفتم ما در ایران درگیر یک مبارزه علیه اعدام هستیم که به نظر من سبک کار، روشی که به کار میبریم و نوع کارمون میتونه آموزنده باشه در سطح بین المللی. به نظر من جالبه، جذابه، نوع کاری که ما میکنیم به نظر من جامعه رو یه درجه شخم میزنه، آموزش داره میده، و بنابراین مهمه که ما هم جزو این کوالیسیون یا جزو این ائتلاف باشیم. من باهاشون تماس گرفتم، ما جزو این ائتلافیم، و در سال 2002 روز 10 اکتبر را اینا اعلام کردن روز جهانی علیه اعدام، و الان 10 سال از اون فاصله گذشته. تو این فاصله در سال 2010 ائتلاف جهانی علیه اعدام یک جلسه مهمی رو سازمان داد در ژنو که حتما عکساشو میتونید برید نگاه کنید، و از ما دعوت کرده بودن راجع به ایران یک جلسه، یک سمپوزیوم مهم گذاشتن اونجا. من و شیرین عبادی از ایران دعوت شده بودیم به عنوان سخنران، و میتونید برید گزارش خانم مرجان که اونجا بود، فامیلش نمیدونم درست، بله افتخاری، اونجا یه گزارش نوشته که برای اینکه یه ذره فاصله بگیرم و بگم چطوری بود، مرجان اونجا بود و گفته بود که نمیدونم چرا خانم عبادی پراکنده حرف زد، و خیلی دو جای دیگه هم خانم عبادی اونجا سخنرانی کردن. نازنین افشینجان در مورد اعدام کودکان یه جلسه داشت، ولی سمپوزیوم اصلی در مورد ایران من و شیرین عبادی بود. نزدیک 500 نفر آدم اونجا تو جلسه نشسته بودن. همونجا وقتی حرف زدم رفتم گفتم که نمیتونم در مورد اعدام صحبت کنم، اگه میخواید بفهمید اعدام چیه و چطوری اتفاق میفته و این آدما چه احساسی دارن، به عنوان یک شاهد عینی بیاد تو گوشای من گوش کنید ببینید که صداهاشون چجوریه، بیاد بشنوید ببینید بچه‌ای که از زندان زنگ میزنه
و میگه که خاله مینم ممکنه دو روز دیگه اعدام بشم، چه احساسی داره؟ چه تون صدایی داره؟ و شما چه احساسی بهتون دست میده؟ بیایید ببینید وقتی که افسانه نوروزی یا شهلا جاهد یا بقیه را به اعدام محکوم میکنن و اونا با وجود تمام این اتفاقات سعی میکنن تلفن گیر بیارن و به خارج از زندان تماس بگیرن و وقتی اینا تا پای چوبه دار میرن و من نوعی به عنوان کسی که علیه اعدام مبارزه میکنم یا فعال این عرصه هستم اونا را همراهی میکنم تا پای چوبه دار بیام به شما چی بگم؟ راجع به چی حرف بزنم؟ این دنیا ناحقه و اگر میشد یک روزه میشه اینو ممنوع اعلام کرد. همونجا سیاستمدارا و آدمایی بودن تو اون سالن نشسته بودن. وقتی سخنرانی من تمام شد امیدوارم فیلماشو خود این کوالیسیون جهانی علیه اعدام علنی بکنه. وقتی سخنرانی من تمام شد همه بلند شدن و گریه میکردن و دست میزدن. برای اینکه به نظر من این پدیده عادی نیست. ما نمیتونیم فقط آمار اعلام کنیم. ما نمیتونیم هر سال بیاییم بگیم 800 نفر اعدام شدن، 600 نفر اعدام شدن. من مخالف این هستم که آدم رو به عنوان آمار اعلام کنیم، به خصوص وقتی جونش رو میگیرن. من مخالف این هستم و فکر میکنم ما باید در مورد اعدام شدگان، در مورد این پدیده به عنوان انسان‌هایی با احساسات، با عواطف، با نگرش، با خانواده، با فامیل صحبت کنیم. و به یک معنا به نظر من توی این کوالیسیون یا ائتلافی که هستیم یا بعداً هر جا رفتم سخنرانی کردم یا هر جا فعالیت کردم سعی می‌کنم که نشون بدم این یه پدیده غیرعادیه، این جنایته، این قتل عمده. امروز ولی اینجا گفتم اومدم که در مورد مبارزه علیه اعدام در ایران در یک دوره معینی صحبت بکنم. ببینید جمهوری اسلامی 33 سال اومد سر کار، 33 سال سر کاره. از روز اول که اومد با کشتن و با اعدام و با تیرباران و با طناب دار این حکومت اومده سر کار. تو دوره اول به قدرت رسیدن اسلامیا اینا جوانایی را کشتن که انقلاب کرده بودن علیه حکومت شاه. حمله کردن، اکثرا سیاسی ها را اعدام کردن و هزاران فعال سیاسی در ایران اعدام شد. در سال 67 دوباره همینطور. به مرور زمان جمهوری اسلامی در این حال اعدام به دلایل مختلف دیگر را در دستور گذاشت. اعدام به خاطر قتل در جامعه، اعدام به خاطر مواد مخدر، ولی پدیده اعدام رو نگه داشت. طناب دار رو آورد به جای تیرباران که میکرد جوانا رو و سیاسی ها رو. توی اون جامعه از همون اول، روز اول، اولین نفر سیاسی را که جمهوری اسلامی اعدام کرد همه علیهش بودن. چون اون فعال سیاسی بود. جمهوری اسلامی جوان 14 ساله رو تو خیابون گرفت برد اعدام کرد فقط به خاطر اینکه یه اعلامیه خونده بود. به نظر من ولی جامعه ایران و عقل عمومی توی اون جامعه محکوم کرد اعدامها رو در ایران. محکوم کرد، به خانواده ها کمک کرد، نمیدونم مراسم گرفتند و همه اینا. ولی حکومت اسلامی به پدیده اعدام احتیاج داشت و اینو نگه داشت. این دفعه سعی کرد بگه مواد مخدری اعدام میکنم. این دفعه سعی کرد بگه زنایی را اعدام میکنم که سنت شکنن یا هرچی. پدیده یه جور دیگه شد. از یک مقطعی در ایران طناب دار و اعدام ها عجین شد با آدم های عادی، با کسانی که در اعماق جامعه بودن، با کسانی که ممکن بود سازمان های سیاسی راجع بهشون حرف نزنن، با کسانی که میتونستن فقط یک عدد باشن، یک آمار باشن. و من میخوام از این دوره بگم که از سال 2001 کمیته بین المللی علیه اعدام به ابتکار ما تشکیل شد و خودم به عنوان کسی که توی این کمیته فعالیت کردم یه
دوره جدیدی رو در مبارزه علیه اعدام در ایران یه جوری به نظر من ما شروع کردیم. اولین کمپین هایی که ما در ایران به همراه، طبعا میخوام تاکید کنم روی اینکه اینطوری نبود که ما فقط باعث شدیم این جنبش دامن زده شد. تو ایران یه جنبشی وجود داشت، شروع شده بود علیه این نوع اعدام ها. ولی اولین کارهایی که ما شروع کردیم، کمپین هایی که ما شروع کردیم، یکی از اولین هاش این بود. افسانه نوروزی. من میخوام راجع به یه روند جدیدی در مبارزه علیه اعدام، نوع جدیدی از کار و شخم زدن افکار در جامعه حرف بزنم. افسانه نوروزی. در مورد کیس این آدمایی که راجع بهشون حرف میزنم خیلی کوتاه توضیح میدم سرگذشتشون و اینو میذارم کنار. این افسانه نوروزی کسی بود که با همسرش رفته بودن جزیره کیش، مهمون یه خانواده بودن، طرف جزو پاسدارا بود و وقتی همسرش رفته بود بیرون با بچه‌ها تو خونه اون آدمی که صاحب خونه بود تنها بود، اون مرد خواسته بود به افسانه تجاوز کنه. افسانه اول از خودش دفاع کرده بود، بعد چون تو اون خونه بودن شب برای اینکه یا عصر سراغش نیاد یه چاقو زیر تختش گذاشته بود برای اینکه طرف بهش زور میداد که حتما باش بخوابه. وقتی که این دوباره خواسته بود بهش تعرض کنه، افسانه نوروزی با چاقو اون آدم رو زده بود در دفاع از خودش و اونو کشت. افسانه رو جمهوری اسلامی دستگیر کرد و فوراً بعد از یه پروسه، طبعا من وقت زیاد ندارم در مورد همه اینا میتونیم مثلا 6 ساعت صحبت کنیم کل پدیده، ولی من کوتاه میگم، افسانه رو به اعدام محکوم کردن و خواستن اعدامش بکنن. عکس افسانه به اصطلاح تو رسانه ها اومد و ما کمیته بین‌المللی علیه اعدام از همون روز اول، به نظر من این نوع کار خیلی مهم بود. یعنی من فکر میکردم که سر هر موردی وقتی حرف میزنیم باید عکس داشته باشیم، باید آدم ها تو چهره این نگاه کنن ببینن چه جوری قیافش، چه احساسی دارید مثلا راجع به این آدم و با یه انسان طرف هستید. اولین کمپین وقتی اینطوری شروع شد، به افسانه نوروزی تماس‌هایی که ما داشتیم گفتیم نامه بنویسید. دختر افسانه نامه نوشت اون موقع برای شاهرودی و بحثی که خود افسانه تو زندان مطرح کرد به نظر من خیلی جالب بود. وقتی ازش سوال کردن تو دادگاه گفت اگه باهاش می‌خوابیدم سنگسرم می‌کرد. اگه تن میدادم به این رابطه، رابطه جنسی خارج از ازدواج کرده بودم، منو سنگسار میکردید. الان که از خودم دفاع کردم و قتل اتفاق افتاده، دارید اعدامم میکنید. شاید تفاوتش فقط همین باشه که سنگسار نمیشم. به نظر من این جمله کلیدی بود و از نظر من موقعیت این زن رو نشون میداد، موقعیت زنان در ایران رو نشون میداد. و من خاطراتی که از کمپین افسانه نوروزی دارم، چون میخوام این دفعه خاطرات خصوصی تر خودم رو بگم، جمهوری اسلامی همیشه سعی میکرد وقتی میخواد اعدام کنه، اولا زنها تو زندانهای جمهوری اسلامی، به خصوص زنهای اینطوری که به نظر اونا مقررات زیر پا گذاشتن یا یه مرد رو کشته، خیلی بهشون آزار و اذیت بیشتری اعمال میشه توی زندانها. و در این حال جمهوری اسلامی فکر میکرد زبان درازی کرده و داره دفاع میکنه از حق خودش. افسانه نوروزی کسی بود که تو زندان جمهوری اسلامی خاطراتش رو می‌نوشت و خاطرش الان اومده بیرون. وقتی شبی که بهش گفتم فردا می‌خوایم اعدامت کنیم و اون شب دوست دارم فیلم ساخته بشه حتی در مورد این چیزا، اون شب که افسانه رو اونجا گفتم می‌کشم، من تو خونه خودم تو شهر کلن در آلمان شب واینختن بود، یعنی شب 24 دسامبر، یعنی شبی که همه خانواده‌ها دور هم جمع میشن کریسمس، اینجا نمیدونم اسمش چیه، ولی به هر حال منم تو خونه خودم در حالی که همیشه سیستمم همینجوری تلفن این جامعه داشتم پیاز سرخ میکردم، مهمون داشتیم، یه دفعه تلفنم زنگ زده بود از ایران، گفتم فردا اعدامش میکنن و از من قبول کنید که جمهوری اسلامی آگاهانه روزی رو انتخاب میکرد که اداره ها تعطیله، مردم در اروپا دنبال کریسمس هستن و من شنیدم که فردا میخوان افسانه رو اعدام کنن. هیچ وقت یادم نمیده همه گاز و اینا رو خاموش کردم، گفتم این نمیشه دیگه، سیستم عادی زندگیمو به هم خورد. زنگ زدم به وزارت امور خارجه آلمان، زنگ زدم به اونا، کشیک دارم، زنگ زدم به همه امکاناتی که داشتم. در هر حال بقیه هم فعالیت کردن، من چون خاطرات خودم رو دارم میگم، حتما دیگرانی هم اعتراض کردن یا در ایران هم اعتراض بود. افسانه نوروزی
اعدام نشد. در اثر اعتراضات افسانه آزاد شد. خاطره دیگه که از افسانه میخوام بگم اینه، بعد از اینکه آزاد شد تلفنی با هم چند بار صحبت کردیم. افسانه رو بعد از اعتراضات زیاد بالاخره حکمش رو لغو کردن و از زندان آزاد شد. گفته مینا وقتی سوار تاکسی شدم با همسرم، چون عکسش همه جا بود، گفت چادرم اینجوری بود با هم حرف میزدیم، تو آینه تاکسی نگاه کرد گفت میبخشید شما افسانه نوروزی هستین؟ گفتم ای بابای حالا میخوام بگن آدم کشتی و از زندان تازه آزاد شدم. گفتم که بله. گفته یه دست برام زد همونجا تاکسی، گفته حسابتون با من، پول نمیخواد بدین. گفت وقتی رفتم با همسرم گفته که بیا بریم با هم یه رستوران غذا بخوریم، توی رستوران که غذا میخوردیم شناختن منو مردم، برای که تو تلویزیون و این برانبر خبرش پخش شده بود. گفته اونجا تعداد زیادی اومدن به من تبریک میگفتن، مثلا ابراز احساسات میکردن و دست گل برام وقتی از زندان آزاد شده برام آورده بودن به گردنم انداختن. و این یکی از کمپین هایی بود به نظر من شروع یه نوع برخورد به این زنان. من میگم زنان در اعماق جامعه، زنانی که صداشون هیچ کس نمیشنه، زنی که نمیتونست توضیح بده که اگر میرفتم باش میخوابیدم سنگسار میشدم، ولی این حرکت شروع شد به نظر من در ایران و ما روی کمپین های فوکوس کردیم آگاهانه در مورد زنان. میخوام بگم که توجه کنید در مورد فعالین سیاسی همه اعتراض میکردن، در مورد این زنان و این اتفاقات و این فوکوس ها میخوام صحبت کنم. یکی دیگه از کمپین هایی که ما انجام دادیم در مورد کبرا رحمانپور بود. این یکی از به نظر من دردناکترین، پروبلماتیکترین و در این حال مهمترین کمپین ها بود. کبرا رحمانپور یه دختر جوانی بود، زیاد خستتون نمی کنم، از یه خانواده فقیر و میخواست بره درس بخونه، نمیدونم خانوادهش رو نجات بده. توی فواصلی توی خونه یه نفر به عنوان کارگر کار میکرد، کمک میکرد توی اون خانواده. مرد بزرگی توی اون خانواده 50 ساله اندازه پدرش بهش تجاوز کرد و کبرا برای اینکه جلوی آبروریزی گرفته بشه یا هرچی، اون مرده بهش گفت که میخواستن شکایت کنه، گفت بیا با من ازدواج کن و کبرا باش ازدواج کرد، ولی ازدواج فقط روی یه قرآن نوشتن. بعد اختلاف توی اون خانواده پیش اومد چون اونا پولدار بودن و کبرا رو یه روز همسرش سوار ماشینش کرد، برده یه خیابون تهران پیاده کرد، یه ذره پول اینطوری گذاشت کف دستش، گفت برو. اینا رو دیگه از نزدیک باهاشون در تماس بودن برام تعریف کردن. گفت تو خیابونا هی چرخ زدم و اینا، گفتم برم خونه پدرم حالا چی بگم. برگشتم گفتم میرم ازش معذرت خواهی میکنم از شوهرم، میگم من میمونم با تو. دعوایی که شده بود وقتی میره خونه مادر شوهرش تو خونه بوده، مادر شوهرم دعوا میکنه میگه برو، چون ازدواج کرده بود، فکر میکردن اموال و املاک و اینا ممکنه به کبرا برسه یا هرچی. با چاقو بهش حمله میکنه مادر شوهره و میگه برو از خونه ما، برو بیرون. اونم توی حالت جنون آنی چاقو رو میگیره و مادر شوهر چند تا میزنه به مادر شوهرش و مادر شوهرش کشته شد. کبرا رو وقتی گرفتن به اعدام محکوم کردن، به نظر من این یکی از کمپین های مهم بود. ما در موردش نوشتیم. من وقتی با مادر کبرا رحمانپور صحبت کردم، این جمله به نظرم کلیدیه، اینا از جزو خاطراتم. گفتم کبرا چطوری بود مثلا بچگیاش و اینا؟ گفت مینا خانم، کبرا وقتی اعدام شد که تو مدرسه از گرسنگی ضعف کرده بود و افتاده بود. ما از یه خانواده فقیریم، شوهر من توی یه جایی کار میکنه، رانندگی به اصطلاح، اونجا که راننده ها میان رانندگی یاد میگیرن و اونجا آبدارچیه، چای میده به اون آدما. این تنها ممر درآمد خانواده ماست و تو روزهایی که کبرا هیچی تو خونه پیدا نمیکرد، شوهرم افتاده بود، کمرش شکسته بود، ما هیچ درآمدی نداشتیم. این کبرا با این حالت درس و ول کرد که بره ما را نجات بده و این اتفاق افتاد. و من الان خاطره تعریف میکنم با شوهر کبرا، یعنی این مردی که به دنبال تجاوز باهاش ازدواج کرده بود، تلفنی صحبت کردم. همه حرف ما و رابطه‌مون با این خانواده‌ها برای اینه که دست بردارید، بذاریم بچه بیاد بیرون زندگیشو بکنه. می‌خواستم بهش بگم که خانواده مقتولن دیگه، می‌خواستم بگم ببخشیدش. من به خیلی از خانواده‌های مقتول حرف می‌زنم. ولی برای من تکان دهنده این بود که ایشون گفت من در آلمان درس خوندم.
و من با من به آلمانی صحبت میکرد. پرفکت. کسی که اروپا اومده، کسی که این اتفاقات اینجا رو دیده، نه فقط اون اتفاق رو سر یه بچه آورده، بلکه کماکان از اعدام اشتفا میکرد. کبرا رحمانپور رو دو بار تا پای چوبه دار بردن. و شما از من قبول کنید که یک دختر 22 ساله که گفت وقتی با من حرف زد میگفت سرما خورده بودم، مثلا حال نداشتم، صبح منو میخواستم ببرم برای اعدام، آنفولانزای شدیدی داشتم و منو بردن. منتها در اثر اعتراضات جمهوری اسلامی ببینید چی گفت وقتی کبرا رو اولین بار اعدام نکرد، گفت تناب دار آماده نبود. یعنی گفتن تو زندان تناب پیدا نکردیم. ولی تناب دار آماده نبود به خاطر اینکه عکس در سطح بین المللی رفت. برای اینکه اعتراضات دامن زده شد. برای اینکه به نظر من روشی از کار پیش برده شد که آدمای عادی توی جامعه عکس اینا رو می‌دیدن. ما سرگذشت کبرا رحمانپور رو به چند زبان ترجمه کردیم، فرستادیم. کبرا رحمانپور در شهر در کشور ایتالیا در استان توسکانا که اولین استان در ایتالیا بوده که احکام اعدام رو لغو کرده، در قرن 18 به عنوان چهره سال انتخاب شد. به نظر من اینا این نوع روش کار و این نوع به اصطلاح برخورد خیلی مهمه. ما 4 تا زن را توی فاصله چند ساله خیلی عکسشون رو بزرگ کردیم، در سراسر دنیا پخش کردیم. کبرا رحمانپور، شهلا جاهد، فاطمه حقیقت پژوه و نازنین فاتحی. اینا یه بخش از کمپین های بزرگ ما بود علیه احکام اعدام. در مورد تک تک اینا دوباره الان میخوام صحبت کنم، ولی تا اونجایی که به کبرا رحمانپور برمیگرده یک مسئله ای رو دوست داشتم بگم به عنوان یه خاطره. روزنامه ای رو در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی راجع به کبرا خوندم، یه مقاله رو. وقتی این مقاله رو خوندم احساس کردم که مثلا فکر کردم این نشریه حزب کمونیست کارگری هستم. یه لحظه واقعا این خاطره تو ذهنم مونده. ببینم کدوم یکی از مثلا دوستان من اینو نوشته. بعد نگاه کردم دیدم پایینش نوشته یک زندانی مواد مخدری. اینقدر زیبا به نظر من نوشته بود، گفته بود من میتونستم یک قاتل باشم. تیتر مقاله این بود. بعضا فرصت نیست، همین رو جمع کردم یه جورایی، شاید به عنوان اسناد یا کتاب یا یه چیزی منتشر بشه. بعد وقتی خوندم گفته بود که من بچه بودم، خانواده من اینطوری بودن مثل کبرا رحمانپور، پدر من اینطوری بود، ما پول نداشتیم، من سعی کردم درس بخونم، این جامعه نذاشت، من این بدبختی ها رو کشیدم و در اثر شرایطی که بود مواد مخدر گیرم اومد و مواد مخدر مصرف کردم. من میتونستم تو این جامعه قاتل باشم، ولی اونایی که تناوب دار برای من و کبرا آماده میکنید، جواب بدید چرا ما به اینجا رسیدیم. میخوام بگم اینا مقایسه باید کرد. اینطوری نیست که یک کمپین میکنه یک نفر نجات پیدا میکنه موفق یا یک نفر نجات پیدا. طبعا هدف ما نجات جان آدم هست. ولی برای من یکی از هدف‌ها همین بحث هست. چرا من میتونستم یک قاتل باشم نوشته، و چرا، کدوم شرایط، جامعه پس چی کار است، این سوال کرده بود. یکی دیگه از کمپین ها، کبرا رو به هر حال خوشبختانه زنده است، حکم اعدامش لغو شد یه جورایی، فعلا اجرا نکردن و متوقفش کردن. و چیزی که من از خانوادش شنیدم، خب من ارتباط خیلی نزدیکی دارم با خانوادش و صحبت و اینا میکنم، الان بردنش یه زندانی به هر حال، ولی همه امید خانوادش رو اینه که اون مرد 50 و چند ساله اروپا دیده اونو به اصطلاح ببخشه یا عفوش بکنه. یکی دیگه از کمپین هایی که به نظر من در افکار عمومی تأثیر داشت و راجبش حرف میزنم، از من این دوتا رو داشته باشید. تا اونجایی که به افسانه نوروزی برمیگرده کمپینی بود که تو جامعه موقعیت زنان را یه ذره نشون داد. تا اونجایی که به کبرا رحمانپور برمیگرده کمپینی بود که تو جامعه موقعیت خانواده های کارگری، خانواده هایی که مشکل دارن و بچه هاشون میخوان با امید و آرزو برای یه جایی برسن و رفتاری که بهشون میشه تجاوز توی خانواده ها به بچه ها به کودکان و در این حال بیرحمی و سبعیت یک جامعه، یک به اصطلاح سیستمی که توی اونجا کار میکنه رو میشه دید. کبرا الان 36 سالش شده. مادرش وقتی باهاش حرف بزنم گفت مینا خانم دندوناش همه ریخته تو زندان.
هم دختر خوشگل من دیگه من نمیشناسمش، دیگه امید زیادی نداره، در حالی که تو دوره هایی وقتی میرفتم ملاقاتش همیشه میگفت که سلام برسون به اونایی که بیرونن، منظورش مثلا اونایی که فعالیت میکنن، من آزاد میشم و میام زندگی میکنم. ولی کبرا الان پیر شد تو زندان جمهوری اسلامی، دوبار پای چوبه دار رفتن اصلا ساده نیست، آدم شوق و ذوق به زندگی رو از دست میده به درجات زیاد. ولی با وجود این کبرا زنده است، ولی به نظر من یک سند محکومیت جمهوری اسلامیه. و اینکه اگر شما علیه اعدام فعالیت میکنید، اگر راجع به این چیزا حساسیت و علاقه و اینترست نشون میدید، ما باید اون جامعه رو ببریم به طرف این که حرف بزنیم راجع به اینکه کدوم شرایط از کبرا کسی رو میسازه که چاقو رو میگیره و کسی رو میکشه. آیا میشه گفت قاتل و فوراً اعدامش کرد؟ چه شرایطی اونو به اینجا کشوند؟ و به نظر من جامعه به درجات تعمق کرد و اون مقاله‌ای که گفتم یکیش بود. یکی دیگه از کیسایی که ما روش کار کردیم شهلا جاهد بود. این به نظر من مهمه به خاطر اینکه این دفعه دیگه میگفتن زنی که وارد زندگی یه نفر شده. اون یه نفر یه فوتبالیست معروف بود. مردی که محبوب بود در ایران. محمد خانی. زنی که از بچگی خیلی با استعداد بود و علاقه داشت به فوتبال و نهایتاً هوش سرشاری که داشت باعث شده بود یه جورایی آشنا بشه با محمد خانی فوتبالیست معروف و یه جورایی اونو به اصطلاح مسحور خودش بکنه. با هم یه دونه آپارتمان داشتن توی تهران، با هم زندگی میکردن و محمد خانی همسر و خانواده به اصطلاح نرمال اونجا هم داشت که لاله سحرخیزان. وقتی که لاله سحرخیزان تو خونه خودشون به قتل رسید، شهلا همیشه به من میگفت، به من گفتن برو اونجا، به من زنگ زدن گفتن برو خونه محمد خانی یه اتفاق بدی افتاده و من رفتم و اونجا گرفتن منو. جمهوری اسلامی فوراً پرونده درست کرد براش. اینقدر کتکش زده بودن که وقتی با من تلفنی بعدن از زندان حرف می‌زد گفت مینا اگه همه قتل‌های دنیا رو میگفتن به عهده می‌گرفتن. کارایی که اونا با من کردن. و به نظر من این مهمه. زنی که فیلمشو فیلم زندگیش با محمد خانی رو یه جورایی یه فیلمساز ایرانی خانمی فیلم درست کرده، وقتی میرید اون فیلم رو نگاه میکنید مثلا اینجوری مزاح میکنه، مثلا پرستار بود کار میکرد و اینا، اونجا میگه که به محمد خانی میگه کجا میخوای بری، مثلا میگه من میخوام برم مراسم، میگه بابا ول کن خدا و پیغمبر رو برم مسخرن بابا، اینجوری حرف میزنه راجب خدا و پیغمبر و مذهب و این فیلم هست جزو اسناد. ولی تا اونجایی که به خودش برمیگرده عکسایی هست که شهلا جاهد در هم ریخته، لباس سیاه کاملا کوچیک شده در مقابل اونا و هر چی که میخوان تکرار میکنه. پروندهشو من اینو اضافه کنم که هر موردی رو میخواستم به عهده بگیرم به عنوان کمیته بین المللی علیه اعدام، با وکلای ایران تماس میگرفتم و حرف میزدم و اونا خیلی وقتا وکیل از ایران به من زنگ زد میگفت خانم احدی این کیس رو برمیداری که منم بردارم. اینا الان ممکنه بعضا همه چیز رو واضح راجبش حرف نزنم به خاطر امنیت، ولی ما یه شبکه درست کردیم با وکلایی که تو ایران کار میکردن، زنای وکیل که خیلی علاقه داشتن روی این کیس ها کار کنن. شهلا جاهد تبدیل شد به یه چهره‌ای که روزنامه‌های ایران روزانه عکسش رو می‌زدن، راجع به کیسش می‌نوشتن، چون خود موضوع هم جالب بود. و جمهوری اسلامی تو تلویزیونش محمد خانی رو برد گفت به نظر شما قاتل کیه؟ و اون گفت شهلا جاهد. بدون اینکه دادگاهی، پرونده، یعنی حرمت انسان‌ها، حرمت متهم حتی توی این جوامع و در ایران باید همه یاد بگیرن به نظر من. اگه داد و بیدادی الان من می‌کنم برای اینه. در آینده ایران هر کی رو متهم گرفتی اجازه نداری فوری تو تلویزیون علنی راجبش حرف بزنی. متهم حق داره سکوت کنه، وکیل داشته باشه، نمیتونی هیچ کس رو همینطوری بگیری کتکش بزنی، شکنجه باید ممنوع باشه. جمهوری اسلامی به طریق اولا زنهای سنت شکن، زنی که گفته خدا و پیغمبر رو ول کن بابا این همش مزخرفاته، معلومه که اونجا اینقدر میزننش تا بیاد صحنه رو بازی کنه، اومد صحنه رو بازی کرد. من از روز اول در جریان این پرونده بودم.
اومد گفت اینطوری زدمش، یه چوب دادن دستش اکسام هست، من اینو اینجوری زدم، من اینو اینطوری این کار کردم و کشتم. جمهوری اسلامی شهلا جاهد رو به اعدام محکوم کرد. کیسش و پروندهش اینقدر در سطح بین المللی معروف شد، شما نمیتونید برید از شهلا جاهد دفاع کنید بدون اینکه این حرف رو بزنید. زن بشره، زن آزاده، اگه میخواد دوست پسر داشته باشه، اگه اون متأهله به خود اون بگو تو که زن داری چرا ما این رابطه داشتی، نه اینکه به این زنه بگی. چرا جامعه اینقدر مرد سالاره؟ چرا اینقدر عقب بونده برخورد میشه به این چیزا؟ به نظر من تو این بحثا میومد. ما تو تلویزیون خودمون، تلویزیون کانال جدید، برنامه گذاشتیم که خانواده شهلا زنگ زدن، خیلی تشکر کردن، گفتن به خاطر اینکه دوروبر و اطرافیان این بحثا هست. خب رفته با یکی دوست شده، وارد زندگی یه نفر شده، زندگی یکی رو به هم زده، حالا هم که قتل انجام داده معلوم باید بکشنش. میخوام بگم یه فضای اینجوری وجود داشت. وقتی ما تلویزیون، خودم یه برنامه لایف اجرا کردم 2 ساعت، واقعا صدها نفر زنگ زدن و اظهار نظر میکردن، له یا علیش، نمیخوام بگم همه از ما دفاع میکردن، یکی میومد میگفت این زنه خرابه، مثلا پشت تلفن به من فحش میدادن بعضی وقتا، چرا ازش دفاع میکنید؟ ولی شهلا جاهد در تاریخ مبارزه علیه اعدام یک اسمه، اینو داشته باشید. و شهلا جاهد کسی که راجبش فیلم ساخته شد، نه به خاطر اینکه به من میگفتن چرا از قاتل دفاع میکنی. به نظر من حتما باید کسی که متهم به قتل هست راجبش حرف زده بشه و دستگیر بشه. ولی من چالش میکنم سیستمی رو که یه زن بی دفاع رو میگیره، انقدر کتکش میزنه تا اقرار کنه. چالش میکنم یه سیستمی که مرد سالاره و مرد رو میاره که سهیمه در این داستان، میگه به نظر تو کی قاتله؟ چرا اون باید بگه کی قاتله و چرا تو تلویزیون باید یه همچین چیزی مطرح بشه؟ من چالش میکنم سیستم فکری رو که به زن به صرف این که علاقه داشته به یکی و رفته باش زندگی کرده برخورده به اصطلاح نامحترمانه میکنم. و به نظر من تو کمپین شهلا جاهد اینا چالش شد، در ابعاد اجتماعی چالش اجتماعی شد با این مسئله و این مهمه. یه فیلم درست کرد یه خانم فیلمساز ایرانی که باش ارتباطم داشتم، این فیلم رو آوردن توی هلند نشون دادن. میخوام توجه کنید چقدر جالبه به نظر من. تو دنیا اعدام زیاد میشه و کمتر تو کشورایی هست که در مورد یه اعدامی فیلم بسازن و بیارن توی فستیوال نشون بدن. دوستان میخوام تاکید کنم که واقعا ایران جامعه‌ایه که با وجود اینکه سبعیت و بربریت کامل جمهوری اسلامی اعلام میکنه، این جامعه از خودش دفاع میکنه. فیلم درست کنی در مورد شهلا جاهد و بیاری توی فستیوال هلند نشون بدی، اتفاق مهمی بود. من طبعا کفش و کلاه کردم رفتم تو اون فستیوال، باید میرفتم میدیدم راجع به این چی میگن و اونجا این فیلم رو دیدم و با کارگردانش صحبت کردم. فیلمش اسمش کارت قرمزه، فوتبال کارت قرمز مثلا نشون میدن. احساس من این بود، یه روز بعد از اینکه از اونجا برگشتم یه مقاله نوشتم راجع به شهلا، گفتم رنگ در زندگی شهلا. شهلا جاهد رو وقتی گرفتن اینقدر زدن و سیاهش کرده بودن با لباس سیاه و به حالت فوق العاده درهم ریخته، پاسداره بهش میگفت بگو کشتم، میگفت کشتم. بهش میگفت چرا این کار کردی؟ میگفت کشتم. مثلا هر چی که میخواست میگفت. یک زن له شده رو شما میتونید توی اون فیلم ببینید. و به مرور زمان وقتی تو دنیا راجبش حرف زدن، وقتی تلویزیون ها راجبش حرف زدن، وقتی خودش تماس گرفت با خارج از کشور با من تلفنی، قبلا خیلی ها باور نمیکردن وقتی میگفتم شهلا جاهد از زندان به من زنگ میزن، با من زنگ زد تلفنی گفته مینا قبل از هر چیز بذار یه آواز برات بخونم ترکی، من دوتام زبان مادریمون ترکیه، کیچل رسو سعب میرم یه آهنگ برام خون، صداشم خیلی قشنگ بود. بعدا گفته سه بگم دیگه این داستان چجوری بوده مثلا. خب طبعا از پشت تلفن یه حدودا مسائل رو میگفت و بعد گفت که اونا خواهند فهمید که من هیچ کاری انجام ندادم، من مطمئنم آزاد میشم و با تو کشورهای مختلف میریم با هم سخنرانی میکنیم علیه اعدام. و این واقعا یکی از آرزوهای من بود، با هم بریم سخنرانی کنیم، به خاطر اینکه به نظر من اینطوری میشه علیه اعدام مبارزه کرد که اون بیاد بگه چجوری بود احساسش، چطوری دستگیر شد، چطوری سیستم ضد انسانیه و ضد زنه، چطوری لهمون میکنن زیر پا و چطوری بلند شد و اعتراض کرد. وقتی که فهمید تو دوی من بهش گفتم شهلا به تو قول میدم
حتما نجات پیدا میکنی، هر کاری که بتونم برات انجام میدم. و هر وقت واقعا خیلی وقتا میرفتم سخنرانی و کشورهای مختلف، زنگ میزدم تو فرودگاه، میگفتم من تو فرودگاه بودم، واقعا دلم تنگ شده بود، بس یه ذره حرف بزنم، بذار صدات بشنوم. اینجوری مثلا رابطه عاطفی هم در این حال برای من به عنوان کسی که با این زندانیا و با این محکومین در ارتباط هستم ایجاد میشه. خیلی وقتا خودم رو به جای اون میذارم، میگم نگاه کن توی اون زندان نمیتونه بره بیرون، نه هیچ، تنها امیدی که داره بالاخره یه صدای یه آدم عادی رو بشنوه. نمیدونم تا چه من عادی هم صدای یه آدم رو بشنوه که بهش میگه که نگران نباش، نجات پیدا میکنی. مقاله نوشتم گفتم رنگ در زندگی شهلا. وقتی شهلا دید دنیا داره بهش توجه میکنه، وقتی دید روزنامه ها راجع بهش مینویسن، وقتی دید جمهوری اسلامی عاجزه یه درجه در مقابل اینا، دادگاه بعدی با این روسری اومده بود. این روسری رنگی بود، قبلا چادر مشکی سرش کرده بودن و ماتیک زده بود. وقتی اومد من نگاه میکردم همه این دادگاه ها و اینا رو از نزدیک پیگیری میکردم، گفتم آفرین. و اونجا نوشتم رنگ در زندگی شهلا وقتی اومد که دنیا ماها قلبای ماها یه ذره براش تپید، دید که یه عده‌ای هستند ازش دفاع میکنن. من نمیدونم کی لاله سحرخیزان رو کشت، هنوزم معلوم نیست. طبعا باید قاتل دستگیر بشد، طبعا باید این پرونده رسیدگی میشد، ولی یک زن رو گرفتن. همیشه گفت به من گفتن برو اونجا و یک زن رو له کردن و نهایتا کشتن بدون اینکه پرونده روشن بشه. من با خانواده لاله سحرخیزان تماس داشتم، من با دایی لاله سحرخیزان در آلمان چندین بار صحبت کردم و ایشون یه نامه نوشت گفت مخالف اعدام شهلا هستم. من با برادر شهلا تو اروپا زندگی میکردم صحبت کردم، رفتم یه جا مثلا با هم حرف زدیم، ما کار میکردیم روی این پرونده. میخوام در این حال بگم که با قلبم همیشه کار کردم علیه این اعدام، هر کاری که میشد کردیم. من با مادر لاله سحرخیزان تلفنی صحبت کردم، چون آخرش به اینجا میرسید جمهوری اسلامی میگه خانواده مقتول ازشون نمیدونم زنگ بزنید، من حرف میزنم با اونا، چون به نظر من خانواده داغ دیده است. بهش گفتم من عمیقا با شما ابراز همدردی میکنم، ولی اجازه بدید بررسی بشه این پرونده. وکیل پرونده میگفت که ده ها ابهام روی این پرونده هست، ولی اونا جوابی که متاسفانه به من داد گفت این زن خرابه و باید اعدام بشه، این زن وارد زندگی بچه من شده، نمیدونم فلان. نهایتا آخرین خاطره که از این میخوام بگم اینه که روز 1 دسامبر رو فکر کنم 2010 ما مهمون داشتیم تو خونه خودمون. منم جلوی کامپیوتر نشستم، یه عده نشستم میگفتن و میخندیدن و اینا. یه دفعه تلفنم ساعت 11 صبح زنگ زد، دیدم صدای شهلا جاهد از اون ورق، گفتم الو مینا، گفتم الو، دویدم آشپزخونه چون سر و صدا زیاد بود، ببینم. گفته که زنگ زدم از تو خداحافظی کنم. گفتم چی شده؟ گفت که امروز میخوان اعدامم کنن، دیگه نمیشه کاری کرد. من شروع کردم به گریه و همسرم اونجا من تلفن از من گرفت، مثلا اونجا روی یخچال گریه میکردم. اونم گفته مینا شجاع باش، این بالاخره اتفاقی بود که افتاده، تو هر کاری از دستت برمیومد کردی، من زنگ زدم از تو حلالیت به طلبم. این آخرین حرفی بود که به من زد. ما بعد از اینکه این صحبت بالاخره همسرم باش حرف زد و خداحافظی کرد و گفت شهلا نگران نباش، من الان بازم به مینا میگم مثلا زنگ بزن اتحادیه اروپا و نمیدونم فلان. طبعا این کارو کردم، زنگ زدم اتحادیه اروپا، زنگ زدم دولت آلمان، ولی احساس میکردم دیگه آخر خط یه جورایی. و بعد میخوام اینو بگم که ما مهمون داشتیم همون شب، دو نفر از دوستان خیلی عزیزم توی خونه ما در این حال خوابیده بودن. من اون شب واقعا ساعت 11 شب آنلاین بودم از طریق فیسبوک و تلفنم باز بود. خواهر شهلا گفت مینا ما داریم میریم برای اینکه دیگه نمیشه کاری کرد. و بعد من همراه اونا تلفنم باز بود، سوار ماشین شدن، مادرش گریه میکرد و رفتن رسیدن به اون محل، همراهی میکردم در حقیقت این خانواده رو تا ساعت 3:30 نصف شب. هی از این اتاق میرفتم اون اتاق، هی این دوست من دو نفری که اونجا بودم اومد گفت نمیخوابی؟ گفتم نه. و تو خونه من از این شبها زیاد متاسفانه، خاطر که جمهوری اسلامی میبره و اعدام میکنه، منی که
چند سال روی این پرونده کار کردم. دفتر تلفنم رو اگه کسی بیاد خونمون میتونه نگاه کنه. مثلا چند تا دوستای خودم افسانه نوروزی. ببین چند تا دوستای و شهلا جاهه. چند تا از مثلا افراد وابستگانش. منی که با اینا همراهی کردم. منی که با خانواده مقتول حرف زدم. منی که به نوعی افتخار اینو دارم جزء خانواده های اینا میشم و به من اعتماد میکنن. نمیتونم برم بخوابم. باید بیستم ببینم چی میشه این اتفاق. و بعد حدود ساعت 3:30 نصف شب بود توی فیسبوک نوشتن شهلا اعدام شد. میخوام بگم دنیا رو ببینید چه جوری به هم وصله. قبل از اینکه این اتفاق و من تلفنی از خواهرش پرسیدم گفت که نه مینا فکر نمی‌کنم. گفتم ولی فیسبوک نوشت. گفت که صبر کن ببینم چه خبره. بعد دیگه صدای گریه و زاری. به نظر من این عکس باید توی تاریخ ثبت بشه. مادر شهلا یک لحظه بعد از اینکه خبر رو بهش دادن جلوی زندانه. به نظر من پدیده مادران و پدران و خانواده های مسئله مهم هم که باید راجبش رو حرف زده بشه. و این عکس نهایت درماندگی یه آدم رو نشون میده. بعد از اینکه این اتفاق افتاد ولی در عین حال میخوام بگم که این خانواده، خانواده کبرا رحمانپور و خانواده خیلی ها که میتونستن بهشون بگم قاتل اعدام شد، حرمت بسیار زیادی تو اون جامعه داشتن. این دل منو یه ذره آرام میکنه. وقتی پدر کبرا رحمانپور به من زنگ زد گفت خانم اهدی، همون جایی که چای سرو میکنم به اصطلاح آبدارشی هستم، وقتی خبر این اومد که دختر من آدم کشته یه جوری نگاه میکردن، کم مونده بود شغلم رو از من بگیرن، میگفتن دخترش قاتله. همسایه ها یه جوری نگاه میکردن. بعد از اینکه در موردش حرف زدید، بعد از اینکه رسانه ها حرف زدن، بعد از اینکه توی ایتالیا جایزه گرفت، روزی نیست که همسایه هامون برای ما غذا نیارن یا احترام به من میذارن. سر کارم کافیه که من یه حرفی بزنم. از من دفاع میکنن. گفت تو مثل بچه من هستی، اگرچه پدر کبرا رحمانپور دو سال از من بزرگتره، چند صدامون هست. گفت تو مثل بچه من هستی، کاری که شماها کردید این مهمه، من حرمت دارم. وقتی تو خیابون را میرم الان به احترام من کلاه برمیدارن و این برای من بسیار مهمه. و وقتی شهلا جاهد اعدام شد این عکس برای من خیلی مهم بود. نوشته که با کمال تأسف خانواده گرامی جاهد، با کمال تأسف در گذشت فرزند گرامیتان را به شما و سایر بازماندگان تسلیت عرض نموده، بقای عمر شما را از درگاه مسئلت دارم. از طرف همسایه من دو تا دسته گل بزرگ دم در خونشون گذاشته بودن. و وقتی یکی دو روز بعد از اعدامش با خانوادش حرف می زدم گفت من نمیدونم این مردم از کجا فهمیدن این همه میان خونه ما، اگرچه نمیذارن ما عزاداری کنیم میریزن تو خونمون. اینم یه پدیده است. جمهوری اسلامی حتی نمیذاره گریه کنن. به نظر من واقعا فوق العاده مهم این مسئله. حتی اجازه نمیده که در سوگ بچه هاشون به گریه و زاری بشینن. گفت همیشه میان اینجا اذیت ما میکنن. نکته ای که بهش قول دادم اونم اینه که گفتم یه فیلم باید در مورد شهلا جاهد هالیوود حتی بسازه. به نظر من بسیار بسیار مهمه بررسی این وقایع. چه جوری بود؟ چه اتفاقی افتاد؟ کجا رفت؟ چی شد؟ کسی که یه فوتبالیست رو دوست داشت و باهاش زندگی میکرد، زنی که آزاده بود، زنی که به اصطلاح خیلی ذهنش باز بود. خیلی از این وکلا میرفتن زندان گفتن که این شهلا برای بقیه جلسه سخنرانی میذاشت، باشون صحبت میکرد، همه رو سازمان میداد. بعدا راجع به این خاطرات دیگه از شهلا خواهم گفت، ولی به هر حال به نظر من این مسئله بسیار مهمه. یکی دیگه از کمیتون در مورد نازنین بود که اینجا عکسش رو نشون دادیم. نازنین فاتحی، این دختر 17 ساله بود. این اعدام کودکان داهودی، دختر 17 ساله بود که با یکی از اقوامش رفته بود تو خیابون. 4 تا بچه جوون خواستن که اینا رو تجاوز کنن بهشون، کم کم دست میزدن به اون بچه دیگه که نازنین با خودش برده بود. مثلا بچه 12 ساله میگفت کم کم لباساشو داشتن در میاردن یا هرچی.
نازنین چاقو داشته با خودش، دفاع کرده بود و فرار کرده بود. یه چاقو زده بود، یکی از اون بچه‌هایی که حمله کرده بودن جوونا کشته شدن. تمام نازنین رو گرفتن و به اعدام محکوم کردن. این کمپین رو یه ذره توضیح میدم، شاید اگه دوست داشتین بعد یه استراحت بدیم یا اون بخشی از حرف شهلا رو پخش کنیم بعد ادامه میدم، چون این جلسه یه جوری ویژه است. نمیخوام یه بخش دیگر رو حرف بزنم بعد پازه میدیم دوباره حرف میزنم بعد سوال جواب اگه خواستید. در هر حال نازنین زندانی شد و به اعدام محکوم شد. من وقتی در مورد نازنین شنیدم که توی رسانه ها دیدم یک نازنین افشینجمی هست که خیلی خوشگله و ملکه زیبایی کانادا بوده و این عکس ها رو دیدم که گفتن نازنین افشینجم دفاع میکنه از نازنین فاتحی و میخواد کمپین بذاره براش. تمام به نظر من خیلی جالب بود این پدیده. من خیلی خوشم اومد توی رسانه فارسی زبان مثل شهروند و اینا راجبش نوشته بودن. و چون شهروند راجبش نوشته بود، دوستان ما توی کانادا در جریان قرار گرفتن و با نازنین حرف زده بودن. گفته بودن مینا این کارا رو میکنه، میتونی با مینا حدی تماس بگیری. نازنین افشینجم به من تلفن زد و گفت که من میخوام که مثلا با ما همکاری کنید و با هم دیگه این کار به اصطلاح حضور رو پیش ببرید. تمام من خیلی استقبال کردم. نکته‌ای که نازنین افشینجم میگفت اونم این بود که میگفت ما اطلاعیه دادیم و همه این کارا رو کردیم، ولی اصلا نمیدونم نازنین واقعا هست یا نیست. من دنبال نازنین میگردم تو زندان و به همه سازمان ها، به نمیدونم عفو بین الملل، به سازمان های حقوق بشری، با همه تماس گرفتم ولی پیدا نشده این نازنین برای من. اگه شما میتونید کمکی به من بکنید، به من گفت، من میخوام نازنین پیدا بشه. منم گفتم نازنین جان به من وقت بده، دو هفته مثلا پیداش میکنم. خلاص از طریق همین شبکه ارتباطاتی که تو زندان ما داشتم و اینا با خیلی ها تماس گرفتم و چون کارم هم زیاده، سرم شلوغه و اینا، دو هفته تمام شد و برای نازنین خب هر دقیقش خیلی مهم بود برای نازنین افشینجم. دو هفته بعد زنگ زد گفت مینا پیدا کردی؟ گفتم ای خیلی دنبالش رفتم ولی خیلی مثلا کنسنتره روش کار نکردم، نه پیداش نکردم. گفت البته مثلا یه بحثایی هست راجبه این که شما مثلا حزب کمیس کارگری هستین و نمیدونم فلان، ولی من میخوام با تو همکاری کنم. گفتم که بحث مبارزه علیه اعدام یه بحث جداییه و من دارم این کارا رو میکنم. حزب کمونیست کارگری را طبعا حزبی بوده که از اول علیه اعدام بوده، ولی این دوتا مسئله رو میتونید تفکیک کنید. اگر کوررکت با من کار کنید، من با تو کار میکنم. من و تو با هم یه قرارداد میبندیم، روی این کمپین با هم دیگه کار میکنیم. تو حرف راستو به من بگو، تبلیغ علیه حزب من نکن، اگه سوال کردن بگو این بحث دیگه یه، منم کار خودمو میکنم و ما میخوایم یه جون یه آدمو نجات بدیم. به نظر من این قرارداد خیلی خوب اجرا شد و من و اون با هم کار کردیم. یه هفته بعد سعی کردم پیداش کنم. از چه طریق؟ از طریق فاطمه حقیقت پژوه که دخترش زهرا، اون راجع به اونم میخوام صحبت کنم. زهرا با من ارتباط داشت، من بهش گفتم میتونی از مادرت بپرسی ببینیم نازنین رو میتونن پیدا کنن یا نه، که اتفاقا یکی دو روز بعد از اینکه گفته بودم نازنین آورده بودن اتاق فاطمه حقیقت پژوه. به هر حال ما نازنین رو پیدا کردیم. در سطح بین الملل یک کمپین گذاشتیم، من و نازنین افشینجم. کمپینی که بود در حقیقت من وارد این کمپین شدم و ما هر روز در ساعت 5 بعد از ظهر خونه من تلفن دستیم و نازنین افشینجم زنگ میزد. دیگه یه جوری به هم معتاد شده بودیم. وقتی 5 بعد از ظهر زنگ نمیزد هم میگفتم چرا این زنگ نزد، واسه بچه‌ام شده بود یه درجه. بعد باهاش فراز و نشیب های این کمپین رو پیش بردیم. وقتی گفتن میخوان اون رو اعدام کنن، نازنین افشینجم از پشت تلفن گریه میکرد. ما هزاران امضا جمع کردیم. یه خاطره ای که میخوام بگم در این حال، میخوام اینو به شما نشون بدم که یک کتاب نوشته شده راجع به این موضوع. این کتاب یک به زبان انگلیسی در اومده، داستان دو نازنین، که نازنین افشینجم عکسش هست و نازنین فاتحی. و من توصیه میکنم اگه کسی انگلیسی بلد این کتاب بخونه. به نظر من این کتاب منصفانه نوشته شده، یک نویسنده کانادایی اینو نوشته، کسی که خانومی که با همه ماها دستندرکاران این کمپین حرف زد. وقتی با من حرف زد گفتم به شرطی با شما مصاحبه میکنم که حق رو بنویسید، به شرطی با شما مصاحبه میکنم که جایگاه
کارایی که من انجام دادم درست اینجا مطرح بشه. چون یکی دو تا مصاحبه من دیده بودم که من به عنوان مثل عفو بین الملل از من اسم برده شده بود. این گفتم غلطه. باید تاریخ اگر راجع به این موضوع بررسی میکنه بفهمه که چگونه این کمپین به پیش رفت، چگونه کار شد، کدوم ایده ها، کدوم افکار و چطوری این داستان به احوال پیش رفت. خانم نویسنده رفت کردستان عراق و از طریق اونجا با خانواده نازنین تماس گرفت. توی این کتاب که هیچ ربطی به ما و به من نداره، نویسنده بی طرفی نوشته اسم مینا احدی اسم رمز بود در سلول زندانیان محکوم به اعدام. برای من این واقعا کافیه. 30 سال مبارزه کردم. فکر میکنم این جایزه است برای اینکه به خاطر اینکه گفته وقتی که فاطمه حقیقت پژوه حرف زده، گفته به خاطر اینکه مینا ما رو میشناسه و بیرون راجع به ما حرف میزنه، زندانبانا نمیتونن منو بزنن. به من توهین نمیتونن بکنن. به خاطر اینکه کسایی هستن که صدای ما رو تو دنیا منعکس کنن. این کتاب و این کتاب الان مثل اینکه خیلی فروش رفته توی کشورهای انگلیسی زبان. در هر حال نازنین، ما یه خاطره از این کمپین بگم در این حال، این بود که ما رفتیم، من و نازنین تمام این کاغذهای رو چاپ کرده بودیم و اینا، نازنین حاضر کرده بود. خب اون خیلی مرتب‌تر از ما هم کار کرده بود، گفته که باید بریم کوفی انان رو ببینیم. اون موقع به من گفت مینا میتونی یه ترتیبی بدی ما بریم ملاقات کوفی انان؟ من گفتم آره، من اونجا یه آشنایی دارم که خانم سیلویا هردوش، همه اینا رو تو این کتاب نوشتم اسما و اینا رو. من با سیلویا هردوش تماس میگیرم، ایشون سال هست اونجا کار میکنه. بارها من رفتم اونجا، اتحادیه سازمان ملل سخنرانی کردم و اینا، اون منو میشناسه. من در حال ایمیل دادم به سیلویا هردوش، گفتم من و نازنین میخوایم بیایم. متاسفانه اون روزی که ما رفتیم بان کیمون خودش نبود، ولی معاون اولش رو ملاقات کردیم، یک خانومی که اسمش نه همه اینجا هست. نازنین 100,000 امضا را کپی کرده بود توی چمدان بزرگ سبز رنگ، یادمه. عکسامون هم الان تو سایت هم میتونید نگاه کنید. اینطوری با خودش میکشید. منم باش رفتم، بعد رفتیم سازمان ملل ملاقات با معاون اول آقای بان کیمون. ما رفتیم تو، سیلویان بود، اونم جزوه هیئت ما بود، سیلویا هردوش. بعد من حرف زدم و گفتم اینجوری و نازنین حرف زد و اینا. بعد نازنین ساکو اول دم در گذاشت، بعد رفت ساکو بکشه بیاره تو که بهش نشون بده چقدر آدم امضا کردن. اون خانم گفت نه نمیخوام بیاری تو. خب ما میتونستیم بفهمیم مثلا امنیتی رو متفق کنم بمبی توش اینا. نازنین گفت که ولی من میخوام به تو نشون بدم که آدما امضا کردن اینو. گفته من نمیخوام. گفت حتی یه ورقشو نمیخوای ببینی؟ گفت نه، وقت ملاقات تموم شد. خانومه ساعتش رو نگاه کرد، گفت وقت ملاقات شما تموم شد. نازنین همونجا شروع کرد به گریه. اینو تو کتابش نوشته، برای همین منم تو پبلیک دارم تعریف میکنم، تو همین کتاب اینو نوشته. گریه کرد، منم بغلش کردم، چون در اثر کمپینی که کرده بودیم واقعا مثل دخترم بود. هر جا میرفتیم مثلا اگه رستوران و اینا یا هتلی بودیم، گفتم وقت تمام شده بسته بود، من رفتم گفتم ما غذا نخوردیم، گفته بسته شده. نازنین اومد، چون خیلی خوشگل بود، بفرمایید. گفتم اوکی، منم بچه‌ش هستم، منم مامانش هم دیگه، بریم تو. رفتیم غذا خوردیم، از این شوخی‌ها خیلی با هم می‌کردیم. به هر حال اونجا بغلش کردم، ساکت باشید، چی نیست اینا. گفته ولی نگاه کن، این همه دوندگی، این همه احساس، این همه عاطفه، این همه مردم، چطوری ممکنه بگه ساعت رو نگاه کنه و حتی یه کاغذ رو نگاه نکنه؟ من گفتم نازنین جان، این یه سیستمه، اونا بازی میکنن و تو باید باشون بازی کنی. منم میدونم این ایمیجه. من میرم توی اتحادیه اروپا، رئیس پارلمان اروپا به چشم من نگاه میکنه میگه خانم احدی همه جا اعدام هست. منم به چشم اون نگاه میکنم میگم همه جا اعدام هست؟ شما که اینجا با این لوکسوس داری فعالیت میکنی و بحث حقوق بشر رو مطرح میکنی، همه جا اعتراض کن. همه جا اعتراض نمیکنی، اقلا به اعدام کودکان در ایران اعتراض کن. بعد میگه که اوکی، ما سعی خودمونو میکنیم، بعضا نامه و اینا مینویسن، ولی من دیگه کافر رو به هم نمیزنم. میگه اوکی، مرسی، دست میدم. اون میدونه که من دارم چیکار میکنم، منم میدونم اون داره چیکار میکنه. در تجربه خودم دیدم که پارلمان ها، اتحادیه اروپا، سازمان ملل، همش بازیه. اگه اونا میخواستن میتونستن فوراً اعدامو در همه جا ممنوع کنن،
ولی در عین حال وقتی زنگ میزنم به پارلمان میگم یه نفر رو اعدام کن، اون نامه مینویسه، واقعا آدم نجات پیدا میکنه. فعلا اینطوری که هست در عین حال به نظر من در تجربه خودم دیدم باید برگردیم به طرف مردم، باید برگردم به طرف آدمای عادی، باید رو در روی آدم عادی بگم نگاه کن اینه، اینو میخوام اعدام کنم. و من در تجربه خودم دیدم این موفقه، برای اینکه قلبا به هم وصل میشن مستقل از اینکه سیاه پوسته، سفید پوسته، ایرانی، آلمانی، غیره و غیره. اونا یه سیستمن، اونا دفاع میکنن از سیستم خودشون و ما در اثر به نظر من به هم پیوستن این قلب ها و این کمپین ها نازنین رو نجات دادیم، از زندان آزاد شد. این عکسیه که لحظه بعد از آزادی نازنینه. و من اینجا میخوام این خاطره رو بگم، وقتی که نازنین، بالاخره ما پول جمع کردیم، خیلی فراز و نشیب داشت که کتابش نوشته تو کتاب، نازنین افشین جان به من زنگ زد گفت مینا میگن آزاد میشه، نمیدونم آزاد میشه نمیشه. من اون موقع متاسفانه پام پیچ خورده بود و با عصا داشتم راه میرفتم، از یه جلسه ای داشتم میرفتم خونه، گفتم 5 دقیقه به من وقت بده بذار برسم خونه در میارم ببینم الان چه اتفاقی میفته. اینو اینجا میگم به خاطر اینکه راجب شهلا حرف زدم. وقتی رفتم خونه از یه طریق تماس گرفتم، شهلا جاهد به من زنگ زد گفته مینا آزادش میکنن، آزادش میکنن. گفتم تو از کجا فهمیدی؟ گفت دارم میبینم اینا، ما همه جمع شدیم داریم از نازنین خداحافظی میکنیم، لباساشو داره جمع میکنه. بعد من به از اون بر خط، اون نازنین رو خط بود، گفتم نازنین جان آزاد میشه؟ گفت از کجا مطمئنی؟ گفتم مطمئنم دیگه، شبکه‌ای که با من کار میکنه تو زندان تایید میکنه، میتونی کارت نباشه. گفته صبر کن، دم در یه عده جمع شده بودن از جمله آقای مصطفایی دم در زندان، فکر کنم اونم اونجا بود، تلفنی با اون حرف زده بود. گفته بود هنوز معلوم نیست، نمیدونیم داره چه اتفاقی میفته. من با تلفن با یکی از وابستگان نازنین فاتحی هم تلفنی در ارتباط بودم، گفت مینا در زندان ابی باز شد. این به نظرم یکی از باشکوه‌ترین لحظات زندگی خودم بود، چون فقط موضوعی نیست که یک آدم نجات پیدا کرد، موضوعی که جمهوری اسلامی زانو زد. به نظر من این خیلی مهمه. روزنامه اعتماد که روزنامه مال خودشون مثلا اصلاح طلب بود، روز بعد یه تیتری زده بود خیلی خوشم اومد، گفته بود در زندان امین به اندازه پهنای شانه های نازنین فاتحی باز شد و نازنین اومد بیرون. این تیتر رو زده بود تو خودشون دیگه جمهوری اسلامی. من خیلی خوشم اومد، زنگ زدم به نویسنده بودم آفه چه جالب، شما خیلی قلمت خوبه، نمیتونی علیه اعدام بیشتر بنویسی؟ گفته والا یعنی یه جورایی یه آدمایی هم کار ما کاری نداریم، ولی بالاخره خوب نیست دیگه. در این حال میخوام تاکید کنم بعضی از این آدم ها که توی این روزنامه ها مینوشتن یواش یواش با ما ارتباط گرفتن. ببینید یه شبکه کار میکرد، یه شبکه وکلا، یک شبکه خانواده ها، یک شبکه بین المللی، در این حال یک سری خبرنگاران جوان. الان یکی از اون خبرنگاران که اون موقع با همون روزنامه اعتماد ملی کار میکرد اومده آلمان پناهنده شده، یه دختر جوونیه که بهش زنگ میزدم میگفتم برو خبر اینو بیار فلان، بعد اونم مثلا میگفتم اینو میخوان الان اعدام کنم، مقاله مینوشت و روزنامه میزد دیگه، به خاطر اینکه این شبکه کار میکرد. همین الان دیدم در مورد ممنوعیت روز جهانی علیه اعدام، ایسنا رو برید بخونید یه مقاله نوشته، گفته قتل دولتی. من پریروز دیدم ایسنا در مورد اعدام تیتر زده قتل دولتی، قتل دولتی باید در دنیا ممنوع بشه، بعد نوشته در این کشورها ممنوع شده، انگار نه انگار اونجا ایران اصلا نگفت تو ایران ما این همه اعدام میشه، گفته قتل دولتی. بعد ما یه عده اینو گفتن یه عده اونو گفتن، روز جهانی علیه اعدامه و یه عده گفتن بعد و فلان، و اونو کاری ندارم، ولی میخوام بگم که در این حال این اتفاق افتاد و نازنین از زندان آزاد شد. من آخرین تیکه‌ای که الان حرف میزنم استراحت میدیم در مورد یک آمریکاییه. تا اینجای بحثم راجع به چند، البته فاطمه حقیقت پژوه هم نگفتم، خیلی طول نمیشه حرفم. خود فاطمه خیلی کوتاه بگم، به دخترش زهرا، کسی که فاطمه از شوهرش جدا شد، دو تا دختر داشت، تو خونه با اون زندگی میکرد، شوهرش خواسته بود به زهرا تجاوز کنه.
و فاطمه در دفاع از بچهش اونو به قتل رسونده بود و من از طریق فاطمه نازنین رو پیدا کردم، ولی متاسفانه فاطمه حقیقت پژوه روز 25 نوامبر در 3 سال پیش اعدام شد. اینم یکی از کمپین های خیلی مهم ما بود، چون بچهش 2 روز قبل از اینکه اعدام بشه به من زنگ زد با گریه اینجوری حرف زد، گفتم زهرا چی شد؟ گفت گفتم شناسنامه هممون رو ببریم، نمیدونم چی میخوان، باز شناسنامه مامانم و شناسنامه ما دو تا بچه. گفتم آرام باش ببینم چی شده، آرام برام توضیح بده. توضیح داد و بعد رفتن و گفته بودن شناسنامه رو بیارید باطل میکنیم، از مادرتون خداحافظی کنیم. و بعد ما در مورد این یک کمپین گذاشتیم تو تلویزیون حرف زدیم، ما به مردم تو تلویزیون رفتم گفتم ایها الناس دم در خانواده مقتول جمع بشید، بلکه اونا نذارن این زن اعدام بشه. و واقعا تعداد زیادی دم در اون خونه جمع شده بودن و با خانواده مقتول تلفنی حرف زدن، چون هیچ فرصتی نبود. ولی اینو میگم بیشتر به خاطر اینکه 25 نوامبر روز جهانی اعتراض به خشونت علیه زنانه و من در آلمان سخنرانی داشتم اون روز. من بودو رفتم برای سخنرانیم یه هتلی بودم و فردا قرار بود در مورد خشونت علیه زنان حرف بزنم. تلفنم طبعا باز بود و با زهرا هی داشتم حرف می‌زدم. اون شب در یک هتل غریب توی آلمان توی یکی از شهرها من همراهی می‌کردم دو تا بچه رو که مامانشون اونور اعدام کردن. هی میگفت مامان مامان، من هی بهش گفتم زهرا آرام باش، بگو الان چه خبره. گفته مینا نریا، رو خط بمون، رو خط بمون تا ببینم چی میشه. و من رو خط موندم تا بعد اومدن گفتن تموم شد. گفت یعنی چی؟ مامانم چی شد؟ و شما باید جواب این بچه رو بدید که پدرشون گذاشته رفته و دو تا بچه و روز جهانی علیه خشونت بر علیه زنانه. واقعا تا 3 و 4 نصف شب بیدار بودم، هی با اونا حرف میزدم، خودم اصلا گریه میکردم، چون همون گفتم این کیسی بود که نازنین رو پیدا کرده بود و اون کسیه که تو زندان گفته که نازنین تو این کتاب نوشته، نازنین فاطمی گفته. فاطمه به همه میگفت که کیست چیه، مثلا میگفت مثلا همسرکشی، اعدام میگفت، داره گفته با مینا تماس بگیر تلفنش. اینجوری کار میکرد یه جورایی توی زندان با ما. فاطمه رو اعدام کردن و بعد زهرا خب هنوزم الان تو ایران زندگی میکنن. منتها وقتی رفتم سخنرانی کنم 25 نوامبر آلمانیا بوده، گفته که راجب چی حرف میزنی؟ گفتم راجب هیچی، فقط یک شب تو اون هتل بودم، من به شما میگم چی شد، کافیه برای سخنرانی من خشونت علیه زنان. زنی که با یکی زندگی میکرده و مرده خواسته، فاطمه حقیقت پژوه مصاحبه کرده، فیلمش هست برید نگاه کنید، زنان در مورد این زنان فیلم درست شده تو ایران. و فاطمه اونجا میگه که یه سر و صدای شنیدم، خواب بودم، یه لحظه بیدار شدم دیدم بچه توی تختش خوابیده ولی یه جسمی یه چیزی روشه، بعد دیدم داره کرستشو باز میکنه، نگاه کردم دیدم ای این همین دوست خودم، یعنی دوست پسرم یا کسی که باهاش زندگی میکنم. گفتم چیکار میکنی؟ و اون برگشت گفت نترس، سهم تو میمونه. وقتی اینو گفت اینطوری گرفتمش و پرتش کردم اونجا، دیگه نفهمیدم چی شد. روسریشو باز کرده بود دور گردن اون، اینطوری این قتل اتفاق افتاده بود. من میدونم قتل ناحقه، من میدونم نباید این اتفاق بیفته. من با خانواده مقتول تلفنی حرف زدم و ابراز عمیقا ابراز همدردی کردم باهاشون، ولی من در این حال میخوام اون جامعه نگاه کنه به این زن، چرا این کار کرده، چه اتفاقی، به جای اینکه جامعه برگرده بگه از اون بچه دفاع میکنم، زهرا و خواهرش فرزینه الان تنها و تنها، نه پدر دارن نه مادر، نه معلوم نیست زندگیشون چجوری میگذره، نه این دپرسیون عمیق، چون زهرا خودشو شریک جرم یه جورایی میبینه، میگه به من میخواست تجاوز کنه، مامانم این کارو کرد و مامانم اعدام شد. خیلی طبیعیه به نظر من، به جای اینکه اون تو اون جامعه این بچه رو ببرن روانشناس بگن خونه و امکانات محبت بهشون ابراز کنن، حتی نذاشتن مراسم برای مادرش. میدونید چرا؟ برای اینکه فراخوان داده بودیم به زهرا، گفت حدود 300 نفر اومده بودن مینا، همه گل آورده بود، از کجا فهمیده؟ گفتم این یه پدیده اجتماعی، جامعه داره ادای احترام میکنه به قربانیان این سیستم، به زنایی که قربانی شدن و به خصوص اعدام، کاملا ناحق. آخرین موردی که گفتم میخوام بگم در مورد تروی دیویس هست، اینم میگم و بعد استراحت میدیم.
میخوام بگم که تو همه جا اعدام اتفاق میفته. طبعا در چین اعدام میشه، در ایران اعدام میشه، آمار اعدام های چین و ایران ما راست، آمریکا ولی اعدام میکنه و بعضی وقتا احساس میکنم سیستم مثل ایران کار میکنه، با وجود اینکه تفاوت خیلی زیاده. اونجا بالاخره یه عده حقوقدار، یه عده وکیل، قاضی که درس خونده، نه یه آدمی که ملاست تو 4 متر پارچه چیز گذاشته رو سرش، وقتی هم کم میاره قرآن رو گفت، باز من با متهمین هستم، گفت خانم اهدی قرآن رو باز کرد، گفت آها الان اعدام، از قرآن نگاه میکنه و در میاره. ولی به هر حال تا اونجایی که به تروی دیویس برمیگرده، به نظر من یه کمپینی بود شبیه به این کمپینایی که ما تو ایران انجام دادیم و این مهمه. تو دنیا یه جورایی این حرکت اتفاق افتاده، اولین مورد به نظر من آمریکا بود و من میخوام اینجا راجع به تروی حرف بزنم، چون یه جورایی من با اینا دوست بودم و یه جورایی عضو خانواده شدم. من وقتی که سال 2010 یه راه پیمایی گذاشت سازمان عفو بین الملل در سوئیس به عنوان 10 روز راه پیمایی علیه اعدام، بعد از کنتیننت های مختلف، یعنی از 4 قاره، از هر قاره یکی رو انتخاب کرده بودن، میگفتن این آدم با ما راه میره و 10 روز میریم علیه اعدام، از قاره که ما ازش اومدیم من رو انتخاب کرده بودن. خب من خیلی خوشحال بودم، عفو بین الملل گفته بود بیا در مورد اعدام ها در ایران و عراق و همه اینجا ها صحبت. از آمریکا خواهر تروی دیویس رو دعوت کرده بودن، مارتینا، اینه عکسش اون موقع. بعد من و مثلا مارتینا از آمریکا و رئیس سازمان عفو بین الملل آمریکا و تعداد دیگه ای از کشورهای دیگه نزدیک 6-7 نفر بودیم، ما راه میرفتیم شهر به شهر و سخنرانی میکردیم. خیلی استقبال شد، مثلا یه دفعه میرفتیم یه دونه دانشگاه 700 نفر آدم نشستن. بعد این جالب بود، رئیس عفو بین الملل آمریکا ولی این حرف میزد راجب آمریکا اعدام ها و من راجب ایران، و بعد اون موقع کنفلیکت بین دولت های آمریکا و ایران بود، بعد من اون دست میدادیم به هم، میگفتیم مردم ایران و مردم آمریکا هر دو علیه اعدام. مردم خیلی از این استقبال میکردن و روزنامه ها خیلی نوشتن اینو. این خانم گفت که من نه فعال سیاسی بودم نه هیچی، برادرم یه روز رفت تو خیابون بعد برنگشت، تو تلویزیون یه دفعه دیدم، گفتم ماما ماما نگاه کن تروی نشون میده، نگاه کردم دیدم گفته درگیری شده یه پلیس سفید پوست به قتل رسیده، سیاه پوستا اینا رو گرفته. بعد گفت من و مادرم گفتم ای داد و بیداد، رفتیم دنبال این کار رو اینا، دیدیم تروی رو اساسا متهم کردن، گفتم قتل، این هم هی میگفت نه من این کار رو نکردم. من رفتم دنبال این کار، پرستار بودم توی ارتش آمریکا کار میکردم میگه. بعد اونجا گفتم و دیدم با برادر من رو اعدام نکنید، این چه وضعی، اعدام بده. یواش یواش گفتم اعدام بده اعدام بده، گفت اونا گفتن این دیوونه است، گفتن شما دیگه نمیتونید اینجا کار کنید چون شما روانی شدی به خاطر برادرت و هی داری علیه اعدام حرف میزنی، بنابراین شما از امروز اجازه ندارید دیگه بیا اینجا چون اینجا ارتشه. از کار اخراجش کردن. مارتینا یواش به مرور زمان تبدیل شد به یه فعال علیه اعدام. وقتی اومد اونجا حرف میزد واقعا اینقدر از ته دلش حرف میزد، میگفت تروی برادر منه، بعد من پسرم هر روز یه دونه بادبادک نمیدونم چی چیه کاغذی درست میکنه اینطوری میندازه، میگه این میره تروی عمو دای تروی رو از زندان میاره بیرون، این کارو میکنه. وقتی از نزدیک توضیح میدم مثلا میگفت مادرم این احساسو داره، ما این احساسو داریم، فلان، خیلی استقبال میشه. بعد من و مارتینا با هم دیگه خب 10-15 روز با هم بودیم، یه شب با هم نشسته بودیم حرف میزدیم، اتفاقا توی یه شهری یه کلیسا ما رو برده بودن جا داده بودن، اونجا شب باید میخوابیدیم، گفتم اینا بیا با هم یه شراب بخوریم خواهر بشیم با هم دیگه. خیلی مثلا خوشم اومد از روش کاری که شما تو ایران، من اونجا همین روش رو توضیح میدادم، گفتم بچه ها یا خونه اینطوری یه ذره تیغ بزنه خونه شون به هم وصل میکنم، من این دلو ندارم با من این کار نکن. گفته نه بیا با هم شراب بخوریم. جالب این که اونجا مسجد نیست که، کلیسا بود، رفت از یه جایی شراب پیدا کرد. بعد ما همه با هم 10-15 نفر که بودیم، گفته اینو به سلامتی من و مینا بخوریم، ما با هم خواهر هم دیگه میشیم و علیه اعدام فعالیت میکنیم و اینا. خلاص این کار کردیم، میخوام بگم این کیس. بعد ما با هم ارتباط داشتیم، طبعا من چون انگلیسی بلد نیستم هی زنگ میزدم به خونه شون، به دخترم خوب باش حرف بزن بگو چی شده، گفتم ماما این اصلا نمیشه که خودت باش صحبت کنی، لا بعضی وقت از طریق اینترنت با هم حرف میزنیم ترجمه میکردیم. و
ولی پشت تلفن زیاد نمیتونستم باهاش صحبت کنم. مارتینا مبتکر یک حرکت بزرگ علیه اعدام در آمریکا شد، اینو میخوام بگم، و شبیه کارهایی که یه جورای ما میکردیم، طبعا به ابتکار خودشون، ولی این روش کار خیلی خوبه. تظاهرات های بزرگ، الان یکی از عکس‌ها رو آوردم، CNN راجبش حرف زد. یعنی حالتی بود که در حقیقت میشه گفت مثل کمپین سکینه محمدی آشتیانه، ولی متاسفانه چند ماه قبل آخرین کلام و آخرین حرفای مارتینا و تروی دیویس شنیده شد. تو دنیا خیلی راجبش اعتراض شد، تروی را اعدام کردن. وقتی با خانوادش حرف زدم گفت وقتی میبردنش برای اعدام گفت این مهم نیست، مهم اینه که جنبش علیه اعدام زنده بمونه. مرسی پازه. بخش اول صحبت‌های مینا رو شنیدیم و فکر کنم هممون یه جورایی تحت تاثیر خیلی شدید قرار گرفتیم از کارهای بسیار زیبایی و متاثر کننده و در این حال باشکوهی که مینا انجام داده. پای صحبتش میشینیم، به بخش دوم صحبتاش گوش میکنیم و بعد از اون هم نوبت به ماها میرسه که اگر کسی سوالی، صحبتی، نظری، چیزی داره، اینجا مینا هست و به سوالات شما جواب میده. مرسی. من فکر میکنم که خب چیزی که آماده کرده بودم صحبت کنم شاید هنوز یک ساعت دیگه مونده، ولی خب چون خسته میشید و اینا سعی میکنم یه ذره جمع و جور صحبت کنم. این توی این بخش صحبت هم یه مقدار میخواستم توی این بخش صحبت هم میخواستم یه مقدار در مورد سنگسار صحبت کنم و بعد در مورد اعدام کودکان و یه مقدار راجب همجنسگرایان و اینا هم بعد جمع‌بندی میکنم بحثم. تا آنجایی که به سنگسار برمیگرده، اول نمیخواستم توی این جلسه راجب سنگسار حرف بزنم چون بحث اعدام هست اساسا، ولی خب دو روز قبل همزمان با 10 اکتبر یه دفعه دیدیم که توی رسانه ها و اینا جمهوری اسلامی اعلام کرد که در قانون مجازات اسلامی خودش دیگه سنگسار رو ننوشته. به نظر من این اتفاق مهمه. میدونم هنوز بلافاصله بعد از اینکه گفتن، یعنی اینا یک دالان پیچ در پیچی داره جمهوری اسلامی که به هیچ حرفش نمیشه اعتماد کرد، ولی با وجود این اعلام کردن که در قانون مجازات اسلامیشون دیگه سنگسار نیست و بعد گفتن که بلافاصله یکی از مقامات مجلسشون حرف زد گفت که اینطوری هم نیست که اصلا سنگسار نباشه، قاضی میتونه یه موقعهایی اگه خواست از سنگسار استفاده کنه. یعنی یه جورای این پدیده رو هنوز بالای سر جامعه یه جوری نگه میدارن. ولی من به عنوان کسی که سالها علیه سنگسار مبارزه کردم و فکر میکنم که کمپین سکینه محمدی آشتیانه تیر خلاص به سنگسار نه فقط در ایران بلکه در دنیا بود، جمهوری اسلامی واقعا از طریق اینکه اعلام میکنه توی قانون مجازات اسلامیش سنگسار نیست، پوزش به خاک مالیده شده و میتونه یه آخوند یا یکی دیگه بیاد بگه که نه هنوز اینو داریم. ولی من فکر میکنم که دو فاکتو ما نه فقط تونستیم سنگسار در ایران رو ممنوع کنیم بلکه در دنیا سنگسار ممنوع شد. برای همین میخواستم چون همزمان شده یه ذره راجع به سنگسار اینجا صحبت کنم. به نظر من تمام احزاب سیاسی و سازمان‌ها و همه اونایی که اپوزیسیون و غیر اپوزیسیون و حقوق بشر و من اینم و من اونم، همه باید یک بار بشینن و در محضر مردم ایران و دنیا اعلام کنن چی کردن علیه این وحشیگری اسلامی، یعنی سنگسار. اول باید به نظرم توضیح داده بشه چرا جمهوری اسلامی سنگسار کرد، چون این تو اروپا گفتم فرهنگمونه دیگه. من یکی هر جا رفتم سخنرانی کردم گفتم مادر بزرگ من و مادر بزرگ مادر بزرگ من که نمیدونم دو قرن پیش زندگی تو ایران سنگسار ندیده بودن، سنگسار نبود. این واقعا یه راسیزم وارونه است اگه گفته بشه فرهنگتون بوده. این اتفاق مربوط به جمهوری اسلامی و دوره جدیده، ولی چرا این کارو کردن؟ آیا فقط یه دعاخون بودن و حرصشون در میومد یا میخواستن اسلامو پیاده کنن 100% یا نه؟ به نظر من این در مقابل جامعه قرار گرفت وقتی اولین زن رو آورد تو خیابون و سنگسار کرد و ما
و همه باید جواب میدم این چیه؟ این چه پدیده یه داره اتفاق میفته؟ چه رسد به این که بعد از 33 سال صدها نفر را سنگسار کرد؟ سوال من از احزاب اپوزیسیون، از همه اونایی که مدال حقوق بشر یا جایزه حقوق بشر را گرفتن اینه که شما چی کردین در مقابل این موضوع؟ چون شما نمیتونید اسم خودتون اپوزیسیون جمهوری اسلامی بذارید، حکومتی که مذهب را در دولت قاطی کرد، حکومتی که حجاب سر زنا کرد، حکومتی که اعدام کرد، اسمتو امروز بعد از 33 سال بذاری آلترناتیو و نتونی بگی چی کردی. به نظر من آلترناتیو جمهوری اسلامی تو این نبردها ساخته شده، تو نبردی که کبرا رحمانپور رو ارزش بهش میده که پدرش میگه به من احترام میذارن، تو نبردی که علیه سنگسار اتفاق افتاده و تو نبرد تئوریک در مورد اینکه توضیح داده بشه سنگسار چی. از نظر من جنبش اسلامی هر جا به قدرت رسید و جمهوری اسلامی ایران به عنوان سردمدارش وقتی خواست به اون جامعه اعلام کنه من آقا و سرورم، من همه تصمیمات رو میگیرم و تصمیمات برای بیشتر میلیاردها پول و ثروت و قدرت و مکنت توی این جامعه بود، اینا توی دستشون قرآن داشتن و تو دست دیگرشون شمشیر، اول به زنا حمله کردن. این باید تو تاریخ ثبت بشه، جنبش اسلامی اول به بخش ضعیف جامعه از نظر خودش حمله میکنه و حجاب سر اونا میکنه. یعنی تو به دستور من حجاب سرت میکنی، همه زندگیت، عواطفت، احساساتت، سکس، بچه، همه اون تحت کنترل منه. از طریق این روی جامعه اعمال قدرت میکنن، بنابراین اول به زنا حمله میکنن و اول به زنا حمله کردن تو جامعه ایران. به نظرشون بخش ضعیفه، به نظرشون ازشون دفاع نمیکنن، به نظرشون کسی نمیاد ازشون دفاع کنه، به خصوص سر حجاب. و این اتفاق افتاد تو ایران. گفتن حجاب زیاد مهم نیست، مال بالای شهری هست. چیه مگه حجاب رو سرت کن، برو کارتو بکن دیگه. به ما اینو میگفتن تو ایران. من به عنوان کسی که همون موقع که 22 سالم بود علیه حجاب بودم و علیه این حمله، به تدریج فهمیدم جایگاه حجاب چیه. رفقا، دوستان، عزیزان، ایرانی ها، حجاب اون لچک و چادر و چاخچور مادر بزرگ ما نیست. حجاب سمبل، علم و بیرق جنبش اسلامی الان. بنابراین اجازه بدید آدما، زنایی که دارن علیهش مبارزه میکنن، جاشو بفهمن. کسی که الان میاد میگه حجاب مهم نیست، چقدر راجع به حجاب حرف میزنید؟ همون موقع هم تو گوش من که تظاهرات میکردم میگفت حجاب مهم نیست، ولی میلیون ها زن فهمیدن حجاب مهمه. و اگر بعد از اینکه حجاب رو تحمیل کرد، قانون رو اسلامی کرد، و اگر تو و تو و تو حجاب سرت نکنی، حکومت اسلامی و جنبش اسلامی تیکه تیکت میکنه. به نظر من سنگسار جایگاهش این بود. جمهوری اسلامی گفت روی اون جامعه اعمال قدرت میکنم، حجاب سر زنا میکنم، بعد کارگر رو زد، بعد کردستان رو زد، بعد ترکمن صحرا رو حمله کرد بهش. و وقتی اون جامعه تکان خورد و خود زنا از خودشون دفاع کردن، گفت به این بخش ضعیف جامعه که داره زبان درازی میکنه اینجوری جواب میدم، تیکه تیکت میکنم تو خیابون. و این کارو کرد. به نظر من کسانی که گفتن سنگسار زیاد مهم نیست، فقط چند نفر رو سنگسار میکنن، نفهمیدن فانکسیون سنگسار اینه. تو نیجریه، توی بوندسلند، توی استان وقتی میخواد تروریسم اسلامی قدرت رو بگیره، اول یه زن رو سنگسار میکنه. یعنی جونت دست منه، چنان با سبعیت میزنمت، با سنگ میزنم تیکه تیکه بشی. و بعد الله اکبر اعلام میکنن و میرن بهشت اونا. جنایت مقدس سازمان دادن. به نظر من یه زن رو آوردن تو کفن پیچوندن، مهم نیست اون زن چی کار کرده بود، آوردن دورش یه عده ایستادن، سنگ زدن و کشتن. سوال من این بود کی این زن رو کشت؟ یک دست جمعی قتل اتفاق افتاد. و این مهمه، این مهمه. در مدرنیته، در دنیای قرن 20 و 21 این اتفاق افتاد و کسی که پشتشو میکنه و نگاه نمیکنه و به زنی که تو خیابون میجنگه و شلاق میکنه میگه چی مگه حجاب سرت کن، زیاد مهم نیست. من میگم نه فقط کرکرشو باید بکشه پایین به عنوان اپوزیسیون جمهوری اسلامی، بلکه باید جواب من اون یکی رو بده. وقتی سنگسار اتفاق افتاد شما چی کردید؟ چون دهن ما رو با سنگسار بستن. من کسایی رو میشناسم، خانواده هایی رو میشناسم میگه پدر منو سنگسار کردن چون مخالف اون موقع اینا بود، مخالف بنی صدر بود، نمیدونم مخالف خمینی بود.
سنگسار به نظر من مهمه. وقتی جمهوری اسلامی از قانون مجازات اسلامیش برمی‌داره، من مدعیم، من نوعی جمهوری اسلامی رو وادار کردم که از قانون مجازات اسلامیش اینو برداره و باید دنیا بلند شه و دست بزنه برای زنای ایران. به نظر من دو روز قبل مصاحبه میکردم، یکی از دوستان گفت، یکی از رادیوهای اینجا گفت خانم واحد من آرزو میکنم شما جایزه نوبل بگیرید. گفتم جایزه نوبل ارزانی کسانی که جایزه رو گرفتن، ولی زبان باز کنن راجع به این مشکلات حرف بزنن. من که میدونم این سیستم چجوری کار میکنه، من که میدونم کارهای منو ایگنور میکنن به خاطر اینکه عضو یه حزب کمونیستی هستم، من که میدونم اونا به زور من در اتحادیه اروپا رو باز کردم، به زور اینا منو به رسمیت شناختند و نشستن. گفته وقتی یک کمیسیون پتن میرفت ایران در مورد سنگسار باشون مذاکره کنه، من اونجا رفتم، هیچ وقت یادم نمیاد، این خاطره رو میخواستم اینجا بگم. دم در وقتی من میرفتم یه دونه مترجمم داشتم به زبان انگلیسی، خانومی که اومد یک هیئت بزرگ میخواستن برن ایران مذاکره کنن، منو خواسته بودن به عنوان کسی که علیه سنگسار مبارزه. گفت خانم عادی خیلی خوش اومدین از درک، ولی ما میدونیم شما عضو حزب کمونیست کارگری ایران هستیم. من گفتم خیلی ممنون که منو پذیرفتید، منم میدونم شما عضو حزب سبز آلمان هستید. این به اون در چی میخوای به من بگی؟ چی میخوای با این حرف به من بگی؟ اتفاقا باید بگی زنده باد حزبی که تو این عرصه داره اینقدر مبارزه میکنه. شما میخوای به من بگی چون کمونیستم با وجود این مجبورت کردم منو بیاری اینجا پای میز مذاکره با من بشینی؟ الان نمیخوام راجع به این بحث کنم، ولی میخوام بگم تو همونجا که رفتم توی اون مذاکره گفتم ببینید شما میرید ایران مذاکره میکنید با یه عده تروریست، اگر تو همین ساختمونی که ما نشستیم تو اتحادیه اروپا بروکسل، گفتم اگر دم در اینجا توی این مدرنیته و لوکسوس یه عده چهار تا مرد، چهار تا افراطی، چهار تا اسلامی بیارن یه زن رو، مثلا همونایی که اونجا گفتم مثلا شما رو یا اون یکی رو تو خیابون سنگسار کنن، آیا میرید با اونا دیالوگ سازمان میدید؟ یا اینکه فوراً دستگیرشون میکنید؟ چرا وقتی راجع به ایران حرف میزنید یا راجع به کشورهای اسلام زده این کارو میکنید؟ ببین من دوندگی کردم سر مسئله سنگسار، چون به نظر من اولین مورد سنگساری که دیدم، منم مثل بقیه میگفتم چجوری این کارو میکنن؟ اصلا یعنی چی این؟ ولی وقتی اتفاق افتاد، همیشه تو سخنرانیام به زمانهای مختلف گفتم، وقتی این اتفاق افتاد گفتم اگه دنیا عادی بود ساعت‌ها از حرکت می‌ایستاد، کارخونه‌ها از حرکت می‌ایستاد و بشر به این زخم، به این درد، به این حمله، به موجودیت من زن یه جوابی می‌داد. ولی دنیا عادی نبود. من رفتم تو دنیا 1993 رفتم کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین، تازه از کردستان رفته بودم 3 سال بعد از اینکه از کردستان رفتم، دیدم دختر آقای طالقانی، اسم کوچیکش یادم نیست، خانم طالقانی، اعظم طالقانی، آفرین، با یه چادر و یه دونه کیف سامسونت دستش بود و از این جلسه به اون جلسه در مورد حقوق بشر اسلامی سخنرانی میکرد. من موقع زبان آلمانیم خوب نبود، تازه 3 سال بود رفته بودم. من رفتم تو اون جلسه، منو دعوت نکردن، یه جمعیتی نشسته بودم. بعد از اینکه حرف زد من واقعا احساس کردم قلبم از جا در میاد، مستقل از اینکه چه داره چه پیش میاد، گفتم اجازه است من حرف بزنم؟ گفتم بفهم. بلند شدم گفتم ببخشید ایشون در مورد حقوق بشر اسلامی حرف میزنه، من در مورد این حرف میزنم، این حقوق بشر اسلامی همسر منو تو ایران اعدام کرده، ایشون بیاد دفاع کنه، جواب بده ببینم که چرا فعالین سیاسی رو اعدام کردن، چرا تو ایران سنگسار اتفاق میفته، کدوم حقوق بشر اسلامی؟ طبعا جلسه به هم خورد، خبرنگارا خوب برگشتن گفتن خانم شما کی هستین و از کجا اومدین، همونجا یه ذره صحبت کردن. ولی 1990 این تموم شده، نتیجه زیادی نداشت، چون من به عنوان پوبلیکوم رفته بودم اونجا هر روز. 1995 رفتم کنفرانس پکن با هدف اینکه 30,000 نفر زن از سراسر دنیا اومده بودن یک قطعنامه علیه سنگسار تصویب بشه. همونجا اتفاقا خیلی جالب بود، با همون حالت خانم اعظم طالقانی با همون چادر و با همون کیفی که 2 سال قبل بود دیدم تو حیات، گفتم اوکی. بعد روزی که ما رسیدیم، من از فرودگاه وین پرواز کرده بودم، ایران زمین نشست مال جمهوری اسلامی، یک عده زیادی زنا رو آورده بودن، همه چادری و اون موقع خب مثلا مجله زنان رو میشناختم، تعدادی از مسئولینش و شهلا شرکت و اینا همه بودن. بعد ما
فرود اونجا نشد. من واقعا از دیدن اینکه جمهوری اسلامی و اسمشون اصلا بدون اراده حالم به هم میخوره. همونجا دیدم سه تا مرد ریشو آوردن پاسپورت همه زنا رو جمع کردن، چکین که داره میکنه اون، گفتم تو چیکاره ای همونجا فارسی، گفتم تو چیکاره ای مگه اون آدم نیستن؟ چرا پاسپورتاشون جمع کردی تو آوردی؟ اون دوستم روزاله رو گفت بینه ساکت باش میگیرن اینا اسلامیات رو غلط کردن. گفتم اینجا پکنه، این که نمیتونه الان منو بگیره، مگه اون آدم نیستن؟ اون زنه هم اینطوری یه گوشه ایستاده، گفت خانم شما بفرمایید برید، زیاد دعوا نشد. ولی پاسپورتاش خلاصه. ما چند روز توی اون کنفرانس پکن بودیم، اولین بار بود توی کنفرانس بین المللی میرفتم. من قرار بود تو کنفرانس دولت‌ها شرکت کنم، متأسفانه موقع به خاطر اینکه مریض شدم، چون حامله بودم سر بچه دومم، حالم خوب نبود، منو زود فرستادن رفتم کشور خودم، نتونستم توی اون شرکت کنم. ولی تو کنفرانس سازمان‌های غیر دولتی شرکت کردم. حتی دوستای خودم که از اتریش اومده بودم مثل روزالگر، گفته مینا اینقدر حساسیت نشون نده با اسلامی اینجوری، مثل نگاه کن این زنایی که می‌بینی. من رفتم تو توالت دیدم وقتی باز کرد خیلی خوشگل بود، زیرش خیلی لباس خوشگل پوشیده بود. گفتم از این مثال میزنم تا بگم که گفتند این فرهنگ شماست، از این مثال میزنم تا بگن که این زیاد مهم نیست. بعد یواش یواش رفتم توی افکار عمومی دیدم آها، اینا میگن ایران کشور اسلامیه، اینا میگن شما خودتون حکومت اسلامی را انتخاب کردید، اینا میگن ایران جامعه اسلامیه، اینا میگن که کتک زدن زن فرهنگ ماست، اینا میگن کتک نمیدم سنگسار کردن حتی فرهنگ این جامعه است. بنابراین چشمو کور میکنن، بنابراین خاک میپاشن رو چشم مردم. و من نوعی اگه بجنگم وسط گودی، باید جواب این تئوری ها را اول بدم. و ما این کارو کردیم، گفتیم ایران جامعه اسلامی نیست، ایران یک جامعه با یه حکومت فاشیست اسلامی، لطفاً اسمشو درست بگید. مردم ایران نمیخوان سنگسار بشن، اتفاقاً مسلمان ها رو اونجا دارن سنگسار میکنن. مردم به مذاهب مختلف تقسیم شدن، یکی مسلمان، یکی مسیحی، یکی نمیدونم مسیحی، یه عده آتئیستن. ولی هیچ آدمی، خیلی سخنرانی کردم تو افکار عمومی بین المللی، هیچ زنی سادیست نیست، نمیخواد تحقیر بشه تو خونه، هیچ زنی نمیخواد سنگسار بشه. کم کم به جای رسیده بود سخنرانی میکردم میگفتم فکر میکنید که زنا به خاطر مسلمان بودنشون انگار دوست دارن سنگسار بشن، خجالت بکشید. این افکار عمومی بود که اتحادیه اروپا و دولت ها میساختن. وقتی رفتم توی پارلمان اروپا سخنرانی کردم همینو گفتم، گفتم لطفا این بساط رو جمع کنید، مردم مستقل از اینکه کجا به دنیا بیان، چه عقایدی داشته باشن، کدوم مذهبو داشته باشن، میخوان احترام داشته باشه خونه، سرپناه، درآمد، رفاه و تو رابطش مرد و زن میخوان احترام داشته باشه. هیچ زنی به خاطر مسلمان بودن یا وابستگیش یا فلان از فلان کشور نمیخواد بهش تحقیر و توهین و چه رسد به سنگسار. میخوام بگم ولی خیلی از دوستان فمینیست من واقعا باهاشون درگیر شدم، خیلی از خواهران من تو دنیا که پرچم فمینیسم رو داشتن نفهمیدن این پدیده رو و علیهش مبارزه نکردن. تو ایرانم به نظر من گفتم سازمان‌های زیادی هستن، برید الان آقای رضا پهلوی از اون ور نمیدونم اون یکی از اون ور، هی بحث آلترناتیو بازی میکنن. خانم مریم رجبی، من آلترناتیوم، تو آلتر بازی آلترناتیوه. سوال من اینه اگر جمهوری اسلامی زد، کشت، اعدام کرد، سنگسار کرد، آلترناتیو شما در مقابل اینا 33 سال چی بود؟ نمیشه سکوت کرد و الان گفت که انشالله گربه است ما به قدرت میرسیم. شما چی میگی راجع به این پدیده؟ مذهب در قدرت رو چی میگی؟ سنگسار رو چی میگی؟ و چی کردی؟ فقط نه اینکه چی میگی. الان اینقدر فشار زیاده، همشون میگن نه نه خیلی بده، من رضا پهلوی رو هم دیدم، با اونم رفتم سخنرانی کردیم، نه خیلی بده، اعدام هم خیلی بده، حجاب هم خوب بعضی ها دارن و بعضی ها ندارن. به نظر من جامعه ایران شخم خورد به خاطر وجود یک حکومت ضد انسان فاشیست، و این جامعه باید درس بگیره، باید فرهنگ سازی بشه، باید جامعه از اینجا با سر افراشته قدم برداره به جلو. به نظر من مردم ایران دارن این کارو میکنن، زنا به خصوص در ایران. یک بار دیگه تاکید میکنم وقتی جمهوری اسلامی سنگسار رو از قانون مجازاتش برداشت، مدال افتخار نصیب زنیه و زنایی که روز به روز جنگیدن حجاباشون کشیدن عقب، زنایی که هی کتکشون زدن، هی خودشون رنگی کردن اومدن تو خیابون، زنایی که اینطوری از حرمت خودشون دفاع کردن و علیه بیرق و پرچم جمهوری اسلامی مبارزه کردن. به این معنا به نظر من بسیار مهمه. بنابراین تا اونجا که به سنگسار برمیگرده، خاطره و اینا زیاد دارم، 20 دقیقه‌م داره تمام میشه، ولی یه خاطره رو بذارید بگم.
وقتی که مریم ایوبی را میخواستن سنگسار کنن یه کمپین گذاشتیم 2001. این هیچ وقت یادم نمیره، این بر اون بر برو بیا دعوا و مرافعه و اینا. یه روزی توی سر کارم بودم، تلفن دستیم زنگ زد، گوشی رو برداشتم، گفته الو. گفتم بله بفرمایید. یه خانمی بود، گفتم بفرمایید. گفته میبخشید شما وکیل زنای ایرانی؟ منم فکر کردم اولش خوب عادیه، گفتم نمیدونم من وکیل نیستم ولی فعال حقوق زنانم منظورتون. گفته نه خانم، خانم احدی، چرا اینقدر از مریم ایوبی دفاع میکنی؟ اصلا تو چی کاره ای؟ دیدم خیلی بیادبه. گفتم شما کی هست؟ گفت از دفتر آقای خاتمی زنگ میزنم. این رو به دوربینم میگم، خاتمی و همه اعوان انصارشون یه بار دیگه گوش کنن. همشون وقتی تو قدرت بودن از سنگسار دفاع میکردن. یک زن رو به من زنگ میزنن میگه من تو آلمان درس خوندم. خانم احدی فکر نکن، من واردم و خودم تو اروپا زندگی کردم. ما زنا میخوایم که سنگسار باشه برای اینکه مردا بهمون خیانت نکنه و خودمون به مردا خیانت نکنیم. من میخوام، تو چه کاری؟ گفتم تو میتونی بری از خودت دفاع کنی یا از سنگسارت، ولی قانون اون مملکت، من از مریم ایوبی دفاع میکنم و برو به رهبرت خاتمی بگو غلط کرده، زنا رو سنگسار میکنه. مادام سنگسار تو اون جامعه قانونه، تو دنیا علیهش مبارزه میکنیم. بله من وکیل زنای ایران هستم. اگه بحث به اینجا کشید، این دیالوگ برام خیلی تعیین کننده بود، به خاطر اینکه بعداً میرفتم تو جلسات میگفتن آقای خاتمی رفرمیسته، حتی تو همون نشستهای با اتحادیه اروپا این رو میگفتن. حرف من ولی این بود که دولت‌ها کنار اومدن، همه یه جورایی سکوت کردن، باید رو به مردم کرد. من اینجا میخوام از یه خاطرم در مورد شهر استکهلم، شهر شما، از حیثیت شهرتون دفاع کنم. حاجی اسماعیل وقتی میخواستن سنگسارش بکنن، کمپین و اینا همه کار کردن به جای خودش، هر کی که کار کرده دستش درد نکنه. ما هم در مورد اون یه کمپین گذاشته بودیم، یکی از اولین کمپین ها با اینترنت، مینوشتیم نامه، میرفت میومد و اینا. خیلی از رسانه های فارسی زبان، واقعا تشکر میکنم از این رسانه های فارسی زبان توی این شهر، همیشه با ما همکاری کردن. نمیدونم حالا یکی رفته یکی اومده یا به هر حال بعضی هاشون اونا هم مثل من قدیمی هم. ساعت 4 بعد از ظهر از جلفا زنگ زدن به من، گفت خانم احدی. گفتم چی؟ گفت حاجیه رو میخوان سنگسار کنن. گفتم چرا؟ گفت دارن زمین رو میکنن، از جلوی میدان دارم با تو حرف میزنم و من تمام بدنم میلرزه، چون نفس این که با این کارا درگیر بشی، همیشه تئوری مینه نباید عادت کرد، همیشه باید لرزید از اینکه یه زمینو میکنن و یه زنو میخوان بیارن سنگسار کنن. گفته فردا صبح قراره بکنن، من بولدزر رو میبینم و به مردم گفتن فردا اینجا سنگسار میشه. من یادمه با دوستان خودم تو حزب کمونیست کارگری حرف زدم، گفتن مینا یه فراخوان بده همین الان بعد از ظهر، 4 بعد از ظهر. یه فراخوان دادم و به دوستان من اینجا زنگ زدم، رادیوها اینجا خیلی خوب همکاری میکنن با رادیوهای مختلف، گفتم ایها الناس بریزید تو خیابون، نباید بذارید تظاهرات کنید و اینا. سرمایه زیادی بود اینجا، یعنی واقعا دلم به حال شما هست که رفتید نصف شب دم در وزارت امور خارجه تو شهر استکهلم. من بعدم یادتونه در مورد کبرا رحمان پورم، یادتونه دوبار اومدم اینجا اورلاب تعطیلات توی یه دونه اردو، هی زنگ زدم میگفتن کبرا را اعدام میکنن، این بچه ها را همه را جمع میکردن میابردن تو خیابون، تظاهرات میکردن، دوباره میرفتن اونجا میرخصیدیم. این هم یکی از خاطرات هم، ولی این به نظر من یکی از خاطرات شهر شما را واقعا تو تاریخ ثبت میکنه. یادمه با رفقای اینجا صحبت کردم، گفتم ما میریم نگران نباش، و میگفتم سرمایه کشنده ای راهپیمایی کردن به طرف وزارت امور خارجه، دور ساختمون رو گرفتن، مذاکره کردن، اینا بهتر از من میدونید، و جاهای دیگه البته ما تو کلن و بون و اینا هم تظاهرات گذاشتیم. منم فرمانده قوا همش میگفتم ببین اینجا و ببینم اونجا چی میشه و فلان اینا. بعد خب شب خوابیدیم و یه جورایی بیدار شدم، صبح دیدم تلفنم زنگ زد، گوشی رو برداشتم، از عفو بین‌المللی گفت خانم احدی حاجی نجات پیدا کرد، تبریک به شما. حاجی اسماعیل بعد الان البته دیگرانی هم کمک کردن، واقعا اینو باید تاکید کنم، دوستانی که وکیل بودن تو ایران و اینا، ولی حاجی زندگیشو میکنه الان دیگه، بچه داره و اینا. کمپین سکینه محمدی آشتیانی به نظر من خیلی کوتاه راجبش بگم چون خیلی طولانی حرف زدم، یکی از مهمترین کمپین ها بود به نظر من، و من خیلی فشرده بگم کمپین سکینه محمدی آشتیانی فشرده و چکیده تمام کمپین هایی بود که ما انجام دادیم. ما به مرور یاد گرفتیم چیکار کنیم. کنه اصلی مسئله اینه که به قلبای مردم دنیا رجوع کنیم، دولت ها را کنار بذارید، لوکسوس اتحادیه اروپا را دور بزنید. وقتی اونا حرف میزنن که تو خیابون مردم با پاشون برن تو خیابون،
و به نظر من اینکه میلیون ها امضا جمع شد، اینکه هالیوود راجبش نظر من، واقعا اولین چیزی که اینطوری بود که پسرش به من زنگ زد گفته الو، گفتم الو سجاد، اینو خیلی تعریف کردم، گفته حقوق بشر، گفتم آره تقریبا حقوق بشر، نمیدونست مثلا چی بگه، گفته که خانم احدی، گفتم آره، گفت مامان منو میخوان سنگسار کنه. من بالاخره ما نامه نوشتم، اونا ترجمه کردیم به چند زبان، یه دفعه توی فیسبوک دیدم 30 زبان ترجمه شده، یعنی کمپین سکینه از من قبول کنید، ما توی گردبادی وارد شدیم، خودم اصلا نمیدونستم چی داره میشه. یه دفعه این وزیر و اون یکی و نمیدونم این هنرپیشه و این آدم ملکه زیبایی و همه نظر دادن. وقتمون خیلی کمه، ولی میخواستم اینو بگم که کمپین سکینه محمدی هاشمیانی باعث شد سنگسار در دنیا دو فاکتو ممنوع بشه. الان در طول یک سال گذشته هیچ کس رو سنگسار نکردن، جمهوری اسلامی واقعا پوزش به خاک مالیده شد با این کمپین. و سودان رو بگم، دو تا دختر رو میخواست سودان رو سنگسار کنه، حتما میدونید اینجا دوستان ما رفتن تو خیابون تظاهرات کردن، تو آلمان هم اولین دختری که میخواستن سنگسار کنن زنگ زدن به سفیر سودان در برلین، بعد با یکی از همکاران اولش حرف زدم، گفت شما کی هستین، گفتم برو تو اینترنت نگاه کن، اسممو دادم. بعد از یه روز زنگ زدم طرف فهمید، گفتم میدونی من کیم دیگه، گفت آره، گفتم آره. همون بلایی که سر کمپین سکینه محمدی آوردیم سر دولت تو میاریم اگه بخوای انتظار رو اعدام کنیم. پس از قول من برو به سفیر دولتت بگو که نمیتونن. و بعد از دو سه روز بالاخره مردم دیگه اعتراض کردن و همه اینا به جای خودش، از سودان یه نفر زنگ زد گفته الو، به انگلیسی، منم انگلیسی جواب میدم، این بچه ها تو خونه میخوام، میگه ماما این چه انگلیسیه حرف میزنی، ولی چیکار کنم، مجبور بودم الو، گفته من یه حقوق بشر توی سودانم، گفتیم اولین نفر که بهش زنگ بزنیم بگیم الان انتظار از زندان اومد بیرون توی نه فقط نجات پیدا کرد. این رفقای ما باور نمی‌کنه، این کریم شاه محمدی که معرف حضورتی صد بار زنگ زد گفت رفیق مینا فکر می‌کنی این خبر درسته؟ گفت آره. گفت نه من فکر می‌کنم باید تحقیق کنیم. گفتم که نمیدونم، یکی به من زنگ زده با این انگلیسی، هم گفتم نکنه اشتباه فهمیدم. بعد در این حال وقت نداشتم، گفتم کریم جان اوکی ببینیم حالا چی میشه و اینا، یه هفته رفتم سفر و اینا، برگشتم تو اینترنت زدم، گفتم انتظار دیدم آزاد شده، نه فقط آزاد یا نه فقط حکمش لغو شده بلکه آزاد، فوری براش فرستادم گفتم ببین آزاد شده دیگه، باور کنید به نیروی خودمون. و دومین کمپین رو همین رفقا اینجا کردن. حرفم تموم نشد. من خیلی کوتاه بازم آخرین حرفامو بزنم، فرصت نشد. یکی از کمپین های مهم در تا اونجا که به اعدام برمیگرده در مورد اعدام کودکان و نوجوانان، اینجا عکسایی هم هست که دلارا دارابی، نمیدونم مهین ترابی و اونایی که به اعدام محکوم شدن، این به نظر من یکی از فجایعی که در ایران اتفاق میفته، چون الان وقتی من راجع بهشون حرف نمیزنم. در این حال کمپین علیه اعدام فعالین سیاسی مثلا فرزاد کمانگر رو دوست داشتم حتما راجع بهش حرف بزنم که واقعا دنیا به پا خواست و اعتراض کرد. چون وقت نیست فقط میخوام دو تا نکته کوتاه بگم، یکیش در مورد محمد و عبدالله فتحی دوست دارم بگم، چون مهوش الاسفندی مادرشون نقش بزرگی به نظر من بازی کرد در جنبش علیه اعدام. محمد و عبدالله دو تا برادر بودن، دو روز قبل از اعدامشون به من خبر دادن که میخواد اعدام بشه، من باهاشون تماس داشتم، ولی مادرشون وقتی رفت زندان، این خاطره رو میگم و بعد قسمت بعدی، اونم اینه که من تلفنی با مهوش در تماس بودیم، گفته که آخرین ملاقات رو به همون دادن، بعد وقتی رفته بود تو برگشت باهاش حرف زدم، گفت مینا میدونی چی کار کردم، گفتم چی، گفته عبدالله که میومد پاش و زنجیر بسته بودم به پاش، بعد تون تون میمه، گفتم مادر مادر یواش پات زخمی میشه. این به نظر من فوق العاده دراماتیک، یعنی بعد گفت آخرین ملاقات من بود با بچه هم، دستاشون رو بسته بودن نمیتونستم بغلشون بکنم و استاده بود اون سربازجو، اون جلاد، من نمیدونم واقعا اسم اینا رو چی باید گذاشت، یعنی زبان قاصره از توضیح جنایاتی که جمهوری اسلامی انجام داده. ولی وقتی اعدامش کردن دوتا بچه شو و وقتی تابوت دوتا بچه رو میبردن، به نظر من مهوش فوق العاده شجاع اونجا حرف زد، برید نگاه کنید، حتما هم نگاه کنید، میگه خامنه ای نباید امشب راحت بخوابه، این اتفاقی که افتاد خامنه ای باید جوابشو بده. و به نظر من این مهمه، مهوش همسرش الان توی تورنتو هستن، اولین تظاهراتی که دیروز بود به مناسبت 10 اکتبر مهوش اونجا سخنرانی کرد، یه سازمان درست کرده مادران علیه اعدام، میخواستم واقعا اینجا دعا
درود بفرستم به مادرانی مثل مهوش علاسمندی و همه مادرانی که اینجوری دارن مبارزه میکنن. آخرین نکته هم که میخوام در مورد زانیار و لقمان، این دو نفرم محکوم به اعدامن به عنوان سیاسی یه جورایی. من رابطه با زانیار اینطوری، یک تلفن کرده به من، اینو دوست دارم اینجا بگم، اولین بار که با من حرف زد خیلی صدای نازک و خیلی آرامی داره، گفته مینا میتونم یه چیزی بهت بگم؟ گفتم آره. گفت فکر کن من بچه تو از این به بعد. زانیار میخوان اعدام کنن، در حکم اعدام داره، هر کاری که میتونی برام بکن. منم قول دادم یه جورایی، یه سری فعالیت ها کردم، ولی حدود یک ماه دو ماه پیش بود فکر کنم تو ایتالیا رفتم سخنرانی کنم، یه سالن بزرگ بود، بلندگو نمیدونم، یک سالانی رفته بوده مالی تلویزیون. بعد از طریقی با زانیار تماس گرفته بودیم، سر ساعت فلان باش تماس میگیریم، از زندان حرف میزن. این جمعیت ایتالیایی بودن دیگه. زانیار زنگ زد، من هیچ وقت این صحنه اصلا واقعا یادم نمیره، صدای زانیار تو این سالن بین اون چند صد نفر پخش میشد، منم از پشت بلندگو باشم چون با صدای من آشناست، با من داشتم باش حرف میزدم. گفتم زانیار جان حرفاتو بزن، چه جوریه اونجا؟ زانیار گفت که من از همه شماها که اینجا هستم میخوام خواهش کنم نذارید برم زیر خاک، من جوونم، آرزو دارم. بعد من اینا رو ما ترجمه کردیم اونجا، تموم شد. روزنامه ایتالیایی یه تیتری زد به نظر من خیلی جالب بود، اینو میخواستم اینجا بگم. گفت تاریخ ایتالیا به دو بخش تقسیم شد، قبل از صدای زانیار و بعد از صدای زانیار. به نظرم این خیلی خیلی جالب بود و خیلی تاثیر داشت. من در هر حال اینجا فشار میارم که باید بحثامو تموم کنم. میخوام اینجا بگم در این حال جنبش علیه اعدام یه جنبش بزرگه، ولی خیلی خیلی مغز و روح داره این جنبش. من نمیخوام وقتی منم مردم تو تاریخ بگن چند نفر فقط نجات داشت. این خیلی مهمه که نجات دادن آدما، ولی در این حال ساختن یک فرهنگ، شخم زدن به افکار عمومی تو اون جامعه، دفاع از انسانیت در لحظه های مختلف این مبارزه. من حرف زیاد دارم، سر هر کدوم از کمپین ها واقعا میشه یک کتاب نوشت. خیلی اتفاقات افتاده، خیلی. اون خونه من توی شهر کن واقعا در و دیوارش پر از حرفای مختلفی هست از زندانیا که زنگ زدن. خودم هم تو گوشم واقعا صدای بچه‌ای که زنگ زده مثلا گفته خاله مینا میدونید دو روز دیگه منو اعدام میکنن، به مردم آلمان بگو. و من رفتم تو جلسات سخنرانی آلمانی گفتم، اون به من میگه من به شما بگم یه چیزی بکنید. و اینا به نظر من همه تاثیر داشته. در این حال این یه جنبش علیه جمهوری اسلامیه، حکومتی که به چوبه دار تکیه داد، حکومتی که زن رو تیکه تیکه کرد برای اینکه از موجودیت خودش دفاع بکنه. به نظر من در این حال مدال مبارزه علیه جمهوری اسلامی، مدال سرنگونی طلبی رو به کسانی داد که علیه اینا مبارزه کردن. اگه میخوای حکومت اسلامی رو بندازی، فقط نمیشه حرف زد و یه اطلاعیه داد و مثلا گفت که فلان کس رو میخوان اعدام کنن، حتی هیچ حرکتی نکرد. ما نه فقط حرکت کردیم، بلکه با قلبمون حرکت کردیم. این مهمه تو مبارزه علیه اعدام. من در آخر میخوام بگم دیروز دوستان اینجا یه کمیته علیه اعدام درست کردم در استکهلم. اولا خوش آمد میگم بهشون و خیلی مهمه به نظر من این فعالیت ها، خیلی به ما کمک میکنه. در این حال ما الان سوال و جواب باز میکنیم، ولی قبل از اون میخوام بگم تمام این فعالیت ها واقعا خرج داره. این مهمه. یکی از دوستان گفت نگو مینا ممکنه مثلا ناراحت نشید، واقعا پول تلفن من ماهانه یک عالم است و قبول کنید از من که بخش زیادی واقعا 20 سال از جیب خودم دادم خیلی از اینا رو، ولی الان به هر حال دوستان یه جاهایی ثبت شده هست این سازمان و کمک هایی میکنن برای مجموعه مخارج سفرها بماند که خب وقت و انرژی اینا به جای خودش. من میخوام از شما خواهش کنم حتما به کمیته علیه اعدام کمک کنید، چون خیلی وقتا خودم هم خجالت میکشیدم حرف نمیزدم، ولی میبینم که خیلی ها دوست دارم. یعنی این یه احساسه، میخواد شریک بشه با این مبارزه، میخواد سهیم بشه و حتما کمک میکنه. این امکان برای شما هست اگه میخواید با این مبارزه سهیم بشید، الان کمک کنید. یکی از دوستان صندوقو میچرخونه، ولی در این حال مرسی که اینجا بودید، حداقل بخشی از حرفای خودم زدم و خیلی ممنون که به این حرفا گوش کردید. خیلی ممنون.